مناظره علی علیزاده با نجاد و که آی دکتر غنی نجاد و که داشت نقد میکرد من خیلی منتظر بودم امید دادم باوشه داره یه چیزی یه پارادایمی در میاد دیدم بازم همون صحبت ها صحبت های زرده ببین الان موزه ببین موزه علی علیزاده شما میگی در خصوص نقد ساختاری که به بحث اقتصاد درونی داره اشتباهه خیلی خوب اشتباهه موزه گیری امیدانا چیه میشه شما بگی خب شما که گوش کردی میگی آقا موز... موضوع... نقد به موضوعش موضوعی نداره دیگه من موضوعی نمیبینم من صرفا یک آدم در فرم در حاشیه فارغ از محتوا و متن با تایتل های زرد دارم متاسفانه میبینم ولی مقایسه میکنم با علی علی زاده یا آدمی در محتوا مطالعه داره داره آلترناتیو اقتصادی میده راهکار برون رفت از بنبست اقتصادی میده شوخی و... میکنید با... راهکار میده خدا شاهد دارم, دارم جدی میگه نه جدی نگوی حرفا من اصلا یه حرفا رو جدی نمیگیرم ایشون راهکار میده آقا بشین بحث کنین اصلا یه روم بزنیم بشینیم بحث کنین من د... من جمله به جمله علی علی دفاع میکنم بسیار عالی ازشون دفاع میکنی آقا ایشون هیچ راهکار اولا خب چطوری خب اینشون که خودش کانالش رو اجاره داده ایشون زرد نیست ایشون از چی داره حرف میزنه شما ده اصلا ده علیزاده همیشه داره زرد رفتار میکنه اتفاقا من تعجب میکنم علیزاده هیچ حرف خاصی نمیزنه تحلیلگر فوتبالیه راهکار راه نمیده شما کجا میدونید آقا ده اصلا ده علیزاده بتونه جریان بسازه عزیز نه نساخته همیشه تحلیل فوتبالی کرده پس از اینکه یه ماجرا تموم شده اومده چی کرده دوست پارسال اومد گفت آقا اقتصاد ایران جهش سال 1402 یک جهش عظیم خواهد داشت چی شد سخن آقا کلابش هست یوتیوبش هست همه چیزا میتونید نگاه بکنید دیگه چی گفته که درست در اومده هر چیزی گفته که وارونه بوده نه از من مسئله محسا امینی نیست مسئله شما یک جام یه چیزی که اتفاق افتاده باید کلش رو ببینید حالا یه چیزی با سلیقه شما جور در نمیاد میتونی زرد بخونیش دیگه ولی خب نگاه کن جامعه ما اصلا امروزه ما به این سمت رفته دیگه به این سمت رفته به اینقدر زیر سطحی شده دیگه با بیایم در مورد حجاب جنگ بکنیم 400 تا کشته باید داخل کشور متفاق بیفته 400 تا کشته چه بخواد جوون باشه که تو خیابون کشته شده چه جوونی که به عنوان حالا نیروی انتظامی ضد شورش گلوش بریده شده چه کسانی که چشاشون در اومده باید همش هزینه است دیگه واقعا اسفناکه اصلا شما هر چیزی غیر از این باشه اصلا گفته اینه در که همه جامعه زرده بیاین در مورد چی سخن بگیم الان شما نگاه کنید چه اتفاقاتی داخل جامعه ما داره میفته به چه سمت داریم میریم ما میتونم بگم امیددانه حالا ما جمله ما رو به برم چون خیلی مثلا با امید احساس دوستی داریم میگم واقعا کسانی بودیم که اومدیم مسئله قدرت نظامی و این چیز داخل رسانه ها و در چیزها عنوان کردیم صد شکن بودن آقا داخل در این زمینه شما در آقا در برابر رسانه هایی مثل بی بی سی و مناتو و فلان و بهمان آقا در با در نبرد تایتان ها بودیم در برابر اینها واقعا جمهوری اسلامی همه چی رو زیر سطحی کرد دیگه اون مسئله اقتدار نظامی که شما میبینی آقا یا طالبان ریقو باید بیاد جوری خفتمون بده علیوف باید خفت بخوریم اینا رو هم داریم میبینیم دیگه تا کی تا کجا حالا این ناکارآمدی ها تا کجا میخوان ادامه پیدا بکنن واقعا مایه حسرت جوانای ما دارن از بین میرن این وضعیت اینترنتمونه، این وضعیت اقتصادمون شده به خاطر یک ناکارآمدی و یه چی میگن مدیریتی که وجود نداشت اون موقع که چی بود رئیسی داخل سازمان ملل بود دیگه بهترین فرصت بود که میتونست از این فرصت ها استفاده کنه آقا ما سخن مردمونو میشنویم وارونه اون کار کردن دیگه نابود کردن همه چیز رو وقتی جامعه سطح جامعه قد زرد شده عمق رو کجا میخواید ببرید میخواید عمر رو مثلا ببرید با کجا شما مثلا عمیق صحبت کردن با کجاست مسئله اقتصادی که عمرن نمیتونن درست بکنن کارشناساشون مدیراشون فلان دیگه آقا هر چی داشتن از اصلاح طلب و بقول خودشون افساد طلب و اسحال طلب و نمیدونم اصولگرا و این چیزا داریم می‌بینیم شون دیگه آقای رئیسی اومد مجلس هم همراهشه همه چیزا هم در کنارشون هم. آقا این وضعیت اقتصاد این وضعیت نظامی این وضعیت سربازای ما آلترنات ببین اصلا اتفاقا من موزم یعنی زاویه که دارم متاسفانه با امید بعد از خانم امینی حالا علاوه بر این دو نمیخوام بگم دنبال کلمه مؤدبانه میگم استاندارد دوگانش که اصلا حیرت زده کرد منو حالا بماند نه آقا راحت باش حرف تو بزن من ناراحت نمیشم ببین علاوه بر این مسئله محسن جان شما وقتی نگاه میکنی مانیفست امیدانا به عنوان یک آدمی که صاحب نظره مانیفست آلترناتیو اقتصادیش چی به خدا اگه سه تا پاراگراف بتونی بگی با نگاه به درون یعنی مسائل زرد نه ایشون هیچ ادعایی در ادعای زمین ایش ایش ادعا ایه... زمینه اقتصادی نداره مگر ایشون ادعا کرده در زمینه یه لحظه آقای حسین اسخای میکنیم آقای حمید بهبودی گفتن که من آمادم برای مناظره شما کی آماده ای؟ حالا خبر میدم افشین جان همین خبر میدم چشم الان روم ما میگه که آقای حکمان حسینی چرا عبا داره از مناظره چون حالا خبر میدم چشم مرسی من خبر میدم افشین جان عملونم. مرسی ارادت ببین محسن جان شما میگی ادعای نداره خیلی خوب پس خودت داری میگیس ببین الان مهمترین موزل کشور ما بحث اقتصادیه علی علیزاده که من نگاه میکنم میبینم داره آلترناتیو میده حالا فارغ از اینکه میتونی یه روم بزنیم بحث کنیم بگی آقا آلترناتیوی که داره میده درست نیست کل نقدی که الان کردی این بود که وقتی آلترناتیو داره میده چرا لزوما سطر تا زیل نظام رو مثلا حمله بهش نمیکنه؟ خیلی خوب نمیکنه. اما ریشه یابی که داره میکنه، آلترناتیوهای اقتصادی که داره میده راهکارهایی که برای برون رفت از این وضعیت اقتصادی میده بسیار بسیار حداقل قابل بحثه واقع. اگه نگم درسته که من که شخصا به من بگی که میگم یعنی سه تا نقطه ای رو هدف گرفته که مثلا راهکار برون رفت از بنبست اقتصادی حالا در مقابل میام امیددانا رو نگاه میکنم که خودش رو هم وزن علی, علی میدونه بعد هی دارم گوشامو تیز میکنم گوش بدم که به غیر از مسائل زرد از امید در محتوا چه آلترناتیو اقتصادی میشنوم برای وضع موجود برای برون رفت از این بمب هیچی به جز مباحث زرد نمیشنوم اگه چیزی هست که تو که رفیقشی بگو من بشنوم یعنی آه. حالا شما یعنی شما مثل اینکه مثلا میخوای با رویز رویز بخواه بری کوهنوردی بکنی خب امید که اصلا ادعایی در مورد اقتصاد و نمیدونم راه کار اقتصادی نکرده که خب مطمئنا چیزی ازش نمیشنوی ولی داری میبینی که علیزاده هم یه چیزی پرت و پلا داری میگه آقا مگه همین ایشون نبود پارسال گفت آقا دقیقا در همین ام... یعنی همین ام... چندم امروز چندم خورداده امروز چندم خورداده نگاه بکنیم ده, در, در پانزده خورداد پارسال اومد گفته که آقا گشهایش اقتصادی و جهش اقتصادی بسیار شگرفی شما در ایران خواهید دید ولی ما الان چی میبینیم؟ سقوط اقتصادی داریم میبینیم من یادمه حدود هفت سال پیش یک واحد آپارتمانی داخل یه شهرستان داشتم موقعی که فروختمش به پول آقا به چیز شد نزدیک پنجاه هزار یورو الان همون خونه مثلا شده دو میلیارد و فلان به همان بیسار شده چلا پنی هزار یورو یعنی خونه ای که الان شده دو میلیارد با اون چیزی که من هفت سال هی سال پیش فروختم باز هم قیمتش با این که این همه نجومی رفته بالا و فقط در عدد بیارزش شده دیگه یه چیز داخل شهرستانه در تهران و در مرکز و استان هم حساب نمی کنم ما آقا قرب داریم میبینیم داخل قرب داریم زندگی میکنیم کم و رو داریم میبینیم مشکلات اقتصادیشو داریم میبینیم گفتیم آقا همچین آش دهنسوزی هم نیست ولی یه چیزایی می بینیم که آقا یه ثباتی داریم میبینیم خدایش یه مدیریتی داریم میبینیم میبینیم آقا چهار تا اقتصاددان آقا چهار تا دارن کار میکنن این ثبات اقتصادی دست کم این لرزشها و این زمین لرزه اقتصادی آقا مردمو نلرزونه نه اینکه آقا کارشون 100 صد درصد بیسته ولی واقعا به پلشتی و ولنگاری ایران آقا ایران هرکیه شما برو داخل, داخل هر اداره ای میخوای برو شما داخل هر سازمانی میخوای برو هر جایی که میخوای برو از صنعت و معدن گرفته از نمیدونم چی گرفته شهرداری گرفته هر جایی که میخوای سر و سامونی نیست واقعا دیگه ما امید داشتیم امید داشتیم که آقا کسی مانند آقای خامنه ای به این سمت و سو ببره کشور رو بریم اینکه آقا ایشون خودش هم قانونی کرد حالا نظر شما رو میشنویم قطعا که نظر من این نیست که رهبری بی قانونی کرد حالا اینکه بماند خب در وزنی نیستم که بخوام اینجا دفاع بکنم ولی قطعا نظرم مخالفه با کمال احترام اما وقتی برمیگردم به بحث علی علیزاده و مقایسش با امید دانا حتی الان از ایتالیا هم که خب دارید, دارید میگید ببین من بزار... من مطمئن شدم که شما حداقل نصف برنامه های علی, علی زاده هم گوش ندادید مطمئن شدم ببینید شما دیدم عمدی آدمی صحبت میکنی که کارشناس میاره و در محتوا ببین خیلی تاکید دارم در محتوا داره در محتوا نقد میکنه منتها نقدی داره میکنه که به شدت سازنده است هرچند که تیغ تند نقدش همچنان بیرونه یعنی زمان ذهنی که داره هایی که میاره راهکار هم میخواد حالا شما علی علی زاده رو میگه اقتصاد نخونده یزدی که نمیتونه میگه اقتصاد نخونده 10 تا آدم دیگه که آورده که نمیتونه بگه اقتصاد نخونده که اتفاقا تو کانادا هم مدرکش گرفت آقای دکتر یزدی اما میخوام بهت بگم حتی شمایی که مثلا میگه آقا مخالف یا خود او میدانه هم که علی علی زاده داره میزنه من تو محتوا نقد نمیبینم ببین همین الان حرفایی که شما زدی همش درد ده. نمیخوام خود نکره بگم بحث پوپولیستی ها نه اما بذار من مانیفست علی علیزاده رو بگم چون نشنیدی مطمئن شدم نشنیدی ببین کل مانیفست علی علیزاده ایندکس جینی رو داره میزنه یا آقا چه دلیلی داره که این حجم از گپ وجود داشته باشه بعد تو یه قدم میاد جلوتر میدونی که تورم متغیر دو دهک متغیریه که دقیقا به نفع دو دهک بالاست بعد وقتی قدم میاد جلوتر داره راهکار میده که بتونه این تورم رو که به ضرر دهک های پایین و به نفع دو دهک بالاست رو از بین ببره بعد دوباره که تو سیر تطور این آدم میاد جلوتر میاد دست میزنه از دل اقتصاد از زیر فرش آشخالا رو میکشه بیرون و دقیقا نکاتی رو هزار هزار همت هایی که برخی از پتروشیمی های خصولتی دارن با سوبسید نفت خامو میگیرن از اون بر صادر میکنن ارزو هم بر نمیگردونن دقیقا دست و گذاشته تو خرخره اولیگارشا همینجا وایسا همینجا این اختیار رو چه کسی به اینها میده؟ خیلی خوب آقا میخوای نه تو کل بحثت میدونی چه موسن عزیزم من عزیز من شما نگاه کن شما داری میگی آقای <تصفح> علیزاده کسایی رو میاره به عنوان اقتصاددان داخل حرفاش که خودشون مسبب وضع امروزن و هم... از من دکتری از مسبب وضع امروز دکتری از نگاه کن کسانی رو میاره حرف میزنه که آقا کیا رو میاره حرف میزنن کیا حرفشون برش داره کیا آقا کسی کیا رو میاره که آقا حرفشون برش داره داخل این حکومت ایران یعنی چی ببینید گفتمانی رو آقا گفتمان. آقا گفتمان برش این, برش این, این آدم به خاطر اشخاصش نیست که برش این آدم به خاطر محتوای حرفشه چه برشی؟ برش کجا؟ حداقل صدا شنیده شده. آقا کجا شنیده شده؟ الان شد. آقا نفرمایید دیگه. الان علی علیزاده رو چند نفر می‌شناسن؟ آقا من می‌فرمایم. چقدر تو یک سال اخیر منبسط شده؟ علی علی زاده تو در یک سال اخیر چقدر منبسط شده؟ چقدر صدا شنیده شده؟ میتونی این قبلا بیشتر بود حتی شاید. اه, نه فرمایید آقا نه فرمایید من من که نمیدونم چی بگم ولی من اینطوری نگاه نمی کنم مثلا علیزاده در سالهای گذشته خیلی قولتر از الانش بود تا کسی میگو آقا مثلا به خدا اختلافه آقا میگم شما مثل که شما علیزاده رو نمیشناسید میتونی ای ای <applause> نه, شاید من دیر باشم نه می دیر شما شما اگه مثلا شما شاید الان مثلا دو سه سال یه میشناسی نه خدا ایشون شما اگه اگر اگر... نظر شما اگه حسین جان اگه نظر شما علی علی ای که مثلا توی جنبش سبز بوده خب بله من اون علی علی زاده رو باش قرابتی ندارم من علی علی ای رو دارم میگم که ذیل بچه تفکر انقلابی داره تعریف میشه و از اون علی علی زاده دارم دفاع میکنم یه نکته ببین محسن اصلا فکر کن ببین تو حالا میگم شما منظورم خود امیدانم هستا ببین شما تو محتوا نمیخوای بمونی هی سری میخوای محتوا فرار کنی من دارم تو دل بحث یعنی تو دیتیل های اقتصادی وارد میشم علی علی هم داره این کارو میکنه راهکارم داره میده بعد شما به جای اینکه اون راهکار و اون دل بحثش رو نقد کنی بگی نه این اشتباهه پرزن مثلا حتی مثلا قنی ببین حتی مثل غنی نجات شما کل حرف اینه که خیلی خوب اگر این چیزی که داره میگه نوک پیکان اتهام به سمت حکومته خیلی خوب چه به سمت حکومته چه به سمت اپوزیشن اول باید بیان مسئله درستی داشته باشی که اگر حکومت هم بخواد در راستای درستی کنش بکنه و اصلاح بکنه اصلاح ساختاری چه چیزهایی رو باید اصلاح بکنه من اینو تو دو... امیدانا نمیبینم واقعا حالا شما میگی سوادش رو نداره خیلی خب بره بخونه یاد بگیره چه نیازی هست امید کارش رسانه هست کار داره آقا به مسائل اقتصادی نیستن مس... آقا حسین باک خوردنشون چون رو هم نمیشه معلومه من هستم تا ایشون بیاد کسی دیگه صدای منو داره یا من تنها صدا ندارم اینجا ببینم چیه نه صداتون هست با خوردن الان برمیگردم <applause> 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 دکتر حسینی کجاست؟ فکر کنم ترورشون کردن خانم آریلا دکتر حسینی شما برداشتین؟ نه الان میان بخش من این اومدم بیرون پیدا نمیکردم با خودم صدا هست بله صداتون هست آره موسم جا ببین شما وقتی ما نگاه میکنیم خب میبینین در مقابل تمام نقد هایی که علی علی زاده هم نقد داره به سیستم امید دانا هم نقد داره منطقه به غوری رج میرزا هر دو لرزان هست این کجا و آن کجا آقای تو داره... اینی... یک سوالی جان یه روم الان زدن 25 نفرم توشند بچه های مام توشند یک آدمی بود حالا اسمش یکی آیدا شیمر بود یکیشم هم یه حمید بود اگه یادتون باشه میخواست باتون مناظره کنه بابا اونو من دوبار باشه بابا ولش اونو من دو بار باش مناظره کردم بعد تایتل زدن که چرا هومن حسینی از مناظره فرار میکند من ولش من, من دو بار با ایشون مناظره کردم ایشون آخر مناظره دیگه کم مونده بود گریه در بیاد, بزر. بزر. من در بیاد. دو دو. میکنم خواستم, خواستم که در جریان باشین پشتتون صحبت نشده باشه چون جرئت نداره تو صحبت کنن آره جاشون دقیقا همونجا پشت ماست ولش کن اصلا ارزش حقه اون آدم کوچیک‌تر از این حرفاست که من دیگه دوباره بخوام بار سوم باش مناظره کنم اون دوبار براش کوچیکه مرسی خب گفتی سجاد محسن جان من میدونی برام چی عجیبه هر دو تاشون دارن به سیستم نقد میکنن علی علیزاده و امید دانا علی علیزاده آدمی که در محتوا به شدت در محتوا حتی اگر اقتصادم نخونده میره مطالعه میکنه کارشناس میاره راهکار میده در مقابل حتی مثلا همین شما رو هم که میشتم وای خیلی همه چی بعد ببخشید عذر میخوام میگم و یعنی واقعا بحثی میشه استادیومی یعنی آیا همه چی بده من خونه داشتم خونه اینجوری جو نه ببین ولی علی علیزاده رو که گوش میدم ببینم دقیقا دست و گذاشته اون قسمتی که باید بذاره دقیقا عدد و رقم میذاره رو میز اینو در نمی نمیبینیم دیگه بعد چطوری میتونیم این دو تا آدمو هم مقایسه کنیم حسین جان خودت بگو اصلا شما شجریان با مارادونا با مقایسه بکنی اینو به من بگوش این مقیاس و معیار و سنجه ای که شما استفاده میکنید برای مقایسه چیه علی علیزاده ای که شما داری میگی اصلا در یه زمینه دیگه بخش دیگه است تا پیش از این جریانات اصلا علی علیزاده اصلا سخن حرف چیز دیگه داشته الان سخن چیز دیگه است اولا ایشون اگه در زمینه اقتصادی میخواد حرفی بزنه یا چیزی بزنه ببینید در برابر اقتصاددانا کسی مانند آقای غنی نجات که اصلا هاچ شده هیچ. هیچ هیچ حرفی برای گفتن نداشت خدایش دیگه چرا کجاش هاچمز شد مثلا کدوم جمله شد این که 3 ثانیه دیلی تلویزیونی شما هاچمز میدونی میگن آقا چرا دیر جواب داد دیر, دیر, دیر چیه شما نفرمایید دیگه یعنی چهره ایشون رو شما نگاه بکنید اصلا آچمزگی ازش می‌بارید دیگه همین دیگه محسن جان نگاه کنید من میگم متاسفانه شما صرفا رو فرمی من کاری به چهره ندارم که ما به عنوان دو تا آدم علمی در مورد هر نگاه بکنم بکن. من میگم ما برنامه یه برنامه ایشون رو یه برنامه ایشون رو شما برید درباره دلار سقوط دلار حالا من براتون لینکش رو میفرستم برید نگاه بکنید هر چی آمار میده دروغه هر چی آمار میده یک بخشش یک بخشی از واقعیت نه همه اون و چرا این حرفا رو میزنید شما نهیز من ایشون داره مثل یه جریان بهتون بگم جریان مولانا باید آشنا باشین دیگه اون حقیقت یا شناخت فیل در تاریکی رو که دیگه آشنایید دیگه ایشونی کارش اینه یک بخشی رو نشون میده و همه ماجرا رو نمیدونه و نمیگه و اصلا ساختاری که ما داریم ازش بهش نقد داریم یه چیز مسئله قانونیه هر چیزی رو که نگاه میکنی مثلا حکومت الان شما نگاه میگی حکومت من دید من حکومت و نمیدونم دولت و این چیزا نیست شما نگاه کنی قانون مشکل قانون همون مشکل دارن ولی قانون ها اصلاح پذیر نیستن چرا که اجازه اصلاحی قانون ها داده نمیشه چرا داخل ده... یک فساد سیستمی ما رو هستیم الان خب این فساد سیستمی رو شما چطوری میتونید برطرفش بکنید با چه ده... راهکاری با چه وسیله بجز همین نمایندگان قانون هست نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستن و کارشناسان اقتصادی که باید بیان لایحه بدن ببرن آقا اینا ببینن تصویب بکنن دولت باید این کار رو بکنه خب فا... این چجوری انجام میشه یه داخل یه چرخه فساد که افتاده شما دیگه چیزی نمیتونی در بیاری از تو این دیگه حالا شما هر چقدر بیا آقا کارشناسی بکن آیا کارشناسی سودی خواهد داشت ولی کاربردی است آیا اصلا همچین چیزی انجام شود؟ بیا در مورد این صحبت بکن اگر دیدی کاربردیه بله برو زورت هم بزن اشکال نداره مثلا حمایت هم میشیم در جهت ایران بهتر به چرا بخوایم از امید دانا حمایت بکنیم و پشتیبانی کنیم از علی علی دفاع, میکنیم چون میدیم, میدیم آقا کاربردی خواهد داشت اگر کاربردی دارد بله بفرمایید ببینیم آقا راهکارشون چیه برای اصلاحات این قانون ها و مشکلات عدیده که در این زمینه وجود داره یکی دوتا هم نیستن الا ماشاءالله که زیاد از کجاش میخواین نام بیاری خیلی خوب پس یعنی تنها مشکل اینه که آقا کلا چرخه چرخه فس، چرخه و ما باید فساد رو برطرف کنیم به عنوان کنشگر هیچ ای نداریم که در محتوا دقیقا دست رو بذاریم و قسمتی که باید بذاریم آقا چه حرفی اقتصاد الان مگه کم بازیگر سیاسی و اقتصادی تو بحث اقتصاد سیاسی وجود داره که شما میتونی دست بذاری رو خرخرشون دقیقا کاری که علی علی زاده ها دارن میکنن علی علی زاده ها هم نه همون علی علی زاده فقط ببین علی علی زاده ارتش تک نفر است یعنی اگه علی علی زاده نبود من خفه شده بودم یعنی همیشه خودم میگفتم خدایا چرا هیچ انسان این حرفا رو نمیزنه افتیدم یه انسانی داره این حرفا رو میزنه آقا چه اصراری فرار در محتوا نبودن سوادش فقط همین یعنی خب کارشناس بیارین پس اگه یکی این سوادو داره رفته مطالعه کرده دست گذاشته چرا هم میزنیم به شمله میکنی شما کل حرفی که میزنی آقا کلا داستان مشکل داره فساد داره دیگه کلا فساد داره بعد کلا درسته خیلی کلا نه جز هر زمان شما گفتی کلا كلن... یعنی تو جزی چی نمیدونی عضو میخوام خدا هم میگه آقا اول جزنش میگم بگو کلا در جز چیزی نمیدونی تا بیا داخل وارد جزئیاتش هم بشیم عزیزم بریم وارد جزئیات بشیم نگاه بکن مسائل مالی و مسائل اقتصادی رو چگونه باید اصلاح کرد این رو شما بفرما این مسائل اقتصادی و مشکلات اصلاح اف... بله. بله از قوانین بله. از, بله. از بله. مالیاتی گرفته از قوانین اقتصادی گرفته از درآمدها گرفته از بودجه گرفته اینا رو بفرمایید وقتی میگیم آقا وقتی بله. سیستم کلی آقا یعنی چرخه این دچار فساد هست ما دوچار فساد مدیریتی هستیم چه کار میتونید بکنید شما در برابر جنرال زنگنه چه کار میتونید بکنید در مورد این مافیایی که ایشون ساخته شما چه کاری میتونید بکنید اینا رو بگید اینه که دست بالا داره میکنه. شما دقت بکن شما دست... که علی زاده میکنه نه علی زاده دقیقا به... حالا بخوام مثال که بزنم میگن درشت گم کن و خورد جور شده عزیز من در دنیای امروزه از خرد شروع نمیکنم بیا بالا وارونه است دولت ها و حکومت ها میان یه راهکار اقتصادی میدن و اون سرازیر میشه به جامعه آقای علیزاده ماهی قزلالاس میخواد خلاف مسیر شنا بکنه بره سرچشمه تخگذاری بکنه نمیشه که عزیز من که نه اینجوری نیست بفرمایید خب شما در محتوا بفرمایید چه کار باید بکنید عزیز من شما ادعای اقتصادی و چیز شما باید این کارو بکنید آها آف آه آفرین ولی نه روش نگاه کن روش و راهکار ما میشه شما که چیزی بکن. دقت بکن از شما که ندارید من بگم من دقت بکن آقای حسینی شما اگر نونوا باشی اگر شاتر باشی اگر من در مثال برات میزنم داری کارت انجام میدی من بهت میگم آقا این نونی که داری میپذی سوخته است، خرابه بدمزه است تو میگی اگر اگر بلدی شاتری کنی بیا از من اشکال بگیر نه عزیز من من مصرف کنندم میگم آقا مشکل داری نگاه منطقی میکنم میبینم آقا شما بهداشت رو رعایت نمیکنی نه نمی که تو به اندازه نمیزنی خمیرت ور نیومده میگم آقا ای چیزات مشکل داره اون کارو میره درست بکنی نمیشه که بگی آقا شما مصرف کننده هیچی نمیدونی از اقتصاد حرفم نزن اعتراضم نکن این چه وضعیه ای چش... این منطق چه منطق چه جوریه ای این منطق اسمش نقدیه که امیدانا امیدانا به علیزاده داره که تو چرا وقتی اقتصاد نخوندی نقد میکنی جانا سخن از زبان ما میگویی این نقدیه که شماها به علی علیزاده بیچاره میکنید که آقا تو وقتی اقتصاد نخوندی چرا در مورد اقتصاد داری نقد میکنی نه و خواهشی که ما شما جای ما هفت نزن ما حرف ما حرف نزن اگه میخوای بگی تا بگم ایشون داره بارونه ما. نمایی میکنه شما الان امید من چند تا تیکه کات شده میخوای بیارم که امید دارم. یا آقا اقتصاد نخونده در مورد اقتصاد حرف بزن وقتی وارونه میگه خب نباید حرف بزنه اگه حرف درست بزنه باید حرف درست بزنه همین الان شما خود گفتی آقا من اقتصاد نخوندم حق ندارم اقتصاد نقد کنم این تناقض چیه همین الان شما خود گفتی من اقتصاد نخوندم نباید در مورد اقتصاد حرف بزنم همین الان خود اینو فرمودید دیگه همچین چیزی من نگو گفتم عزیز من وقتی من برای مس مص... به عنوان مصرف کننده میدونم آقا یه جای کار مشکل داره میام نقد میکنم میام میگم آقا این مصرف آقا اینجا میخوام اینو استفاده بکنم میخوام خونه داشته باشم میخوام ماشین داشته باشم مشکل دارم ولی نمیام یه چیزی وارونه بگم خب آقا این مشکلی که من دارم الان تقصیر اسرائیله الان تقصیر آمریکاست الان تقصیر فرافکنی که نباید بکنم که بیام بگم آقا ما هژمونی دلار رو بخوایم بشکنیم ما بیایم آقا ببین مثال زدم مثال زدم که پیکانش به سمت شرکت‌های داخلیه یا به سمت خارجه یا یا تحریم یا شرکت‌های فا... مفسد نمیدونم مافیای اقتصادی که اصلاح طلبا درست کردن یا اولیگارشیا هستن حایز من کی زمینه رو فراهم میکنه برای این چیزا چه چیزی این زمینه مثلا کی من... چه چیزی زمینه رو برای رشد اینا فراهم کرده اینو شما به اینو به من بگو آقا ما مگه میشه ما میگیم آقا حکومت داره کارش خوبه میدونی چه چیزی میدونی چه چیزی بیسوادی، فشل بودن و زرد بودن اپوزیشن یکی از دلایلشه چهار تا دلیل هم داره کدام اپوزیشن منظورتونه کل اپوزیشن اسمشون رو بگو یکیش با احترام دوست از دتالی امید اپوزیسیونه نیست شیش ماه اخیر شوخی میکنی یعنی اپ... در شیش ماه اخیر چی میبینی؟ مثل که داخل مفهوم اپوزیسیون با هم مشکل داریم ما فکر کنم از اولشون بوده همش در پشت نقاب بودن ایشون نه ده... ایشون حالا من کار ندارم الان اشکال ندارم من اینجوری فکر کنم اون من اون زدن نمیخوای بری ببخشید میونی کلامتون محسن جان نه بذار بزنن اون جاشون هم اونجاست خلاص آقا محسن با ارزش داره سوال کردن باش ولی میخوام بگم محسن جا... نه آقا خواهش من بیا, بیا آقا ما سر آقا موقعی که واژه ها برای این هست که حرف هم دیگه رو بفهمیم دیگه درسته یا نه اپوزیسیون منظورتون چیه دقیقا آقا بگین اپوزیسیون کیه آقا. چیه کاربردش چیه الان الان امید دانا موافق حفظ حکومت موجوده یا براندازه شما بگو مثلا برانداز باشه میشه اپوزیسیون نه. شما بگو آقا من, من در این حد میفهمم ایشون ما من شما داریم حرف میزنیم من شما داریم حرف میزنیم شما گفتی آقا فشل بودن این مسائل به اپوزیسیون ربط داره درسته گفتی آقا فشل بله. بودن خب به هر اپوزوسیون. حال شخصی که در مقام ببین شخصی که در مقام مخالفه مخالف سیستمه نه آلترناتیوی داره نه سوادی در محتوا داره که بخواد راهکار برون رفت از این وضع اقتصادی رو بگه آقا من, من شما رو آدم با سوادی میدونم دیگه خواهش میکنم خیلی در محتوا حرف بزنیم اپوزیسیونی که شما میگید کیست یا یه تعریف دانشی داریم از اپوزیسیون یا یک تعریف سیاسی داریم از اپوزیسیون یا یه تعریف برداشت خودمونی و دل از اپوزیسیون داریم شما بفرما خانش من اینه که شخصی که برانداز سیستم الان که اون متاسفانه امید دانای شیش ماه اخیر تو این, تو این لوکیشن قرار میگیره در این پوزیشن قرار میگیره نه اپوزیسیون در معنای سیاسی یعنی کسانی که در چارچوب سیاسی یک کشور دارن کار میکنند و کرسی نمیتونند بیشتر از پنج درصد یا حالا درصدی که خونه مشخص میکنن بیارن و به عنوان منتقد دولت و دارای قدرت سیاسی به عنوان یک ناظر سیاسی و ناظر بر اعمال کسانی که در قدرت هستند با جایگاه میاد قرار میگیره شما نگاه بکنید جمهوری اسلامی جایگاهی برای از لحاظ سیاسی برای اپوزیسیون نگذاشته و اپوزیسیونی که شما نام میده یک عده مخالف هستند مخالفان هیچ قدرتی در درون جمهوری اسلامی ندارند هیچ کاری یعنی اصلا مثلا مگر امید دانا میخواد میتونه چه کار بکنه در جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی در درون ایران یا در درون مجلس یا در علیه قوانین یا علیه لایه ها کار کاربردی نداره ایشون جایگاه مخالف دارد اگر منظور شما اپوزیسیون سیاسی است که ما اپوزیسیون سیاسی ما در درون کشور جایگاهی ندارم دیگه اینو شما بفرمایید الان ایشون آقای امید دانا آقا. چه برشی داره درش ها بمونی چه تو ها با واژه داریم حرف میزنیم شما و زمانی که اپوزیسیون رو به معنای خود خود درآوردی دارین حساب میکنی امید دانا رو اپوزیسیون حساب میکنی آقا. نه خداش اصلا تعریف شما نه آقا امیدوارا اگر حالا مخالف تنیزه. جمهوری اسلامی آقا یه ای دارن علی علی رو میزنن که حتی سواد اینو ندارن که بفهمن چی میگه در محتوا خب من اوکی. درد از این بالاتر خب درد اوکی. از این بالاتر درد, درد, جامعه ما درد جامعه ما امیدانا و علی علی زاده است به امید دانا بگیم خفه درست میشه درد جامعه ما اینه نه درد جامعه, درد جامعه, ما, این جامعه, ما, این جامعه ما اینه که تو سفر سیاسی مملکت یه نفر آدم فقط اومده در محتوا داره آلترناتیو اقتصادی میده اونم هم همه بهش دارن حمله میکنن من اینو نمیفهمم همه کیه هم؟ یعنی انگار یک کلی کلی میگی جا حسین زاده حسین من کلی نه خودی غیر خودی خودی غیر خودی کیان کیان کی که میزننشون آقا الان امید دانا آدب بب... ببین ب... خودمون رو به ب... ب... خواب بزنیم مس جان شما... امید دانا در مورد موجه... علی, علی چه جوری حرف میزنه آقا حسین با چه ادبی آقا حسین آقا آیا مشکل شما امید داناست و مخ... مخالفتش با علی علیزاده است و آیا اصلا این سخن موضوعیتی در این چارچوب اصلا ایران دارد یا ندارد وزنش چیه وزن امیددانا کجاست وزن نمیدونم علی علیزاده چیه در علوه. اقتصاد ایران مشکل من چیه؟ شما مشکل من اینه. شما مشکل اینجوری نیست شما یا مشکلات مح... مشکلات رو فرافکنی این آیا امید سواد دارد که علی علیزاده اصلا سواد نداره خب آیا علی علی خودش سواد داره که از این حرفا میزنه نداره آیا آلی. کسانی آلی. که میاره نه من سواد مگه فقط یاد گرفتن چارتا تا واژو اصطلاح اقتصادیه محسن جان کی وقت داری یه رو مناظره بزنیم جمله به جمله علی علی زادر رو نقد کنیم منطقه من میخوام من دفاع کنم ازش دیگه شما مخالفشی کی وقت داری آقا اصلا فیلم بساز آقا پر برو چیز روم بزن ازش دفاع بکن چیزی درست میکنه علیزاده در آقا کسی ها خودش گفتمان هست گفتمان برحق باید حمایت بشه گفتمان برحق برحق چی آقای علی علیزاده فرافکنی میکنه ای زمان مانند جمهوری اسلامی که هر چیزی رو گردن این اون میندازه این خیلی کلی این بسیار کلیه یک چیز است. آقا نئولیبرالیسم نبود آقا از آقا کجا نئولیبرالیسم ما کجا بود توی که اقتصاد دستوری ما خب آقا نگاه میکنیم میدیم که آقا از لحاظ منطقی آقای علی علیزاده داره اشتباه میگه و اشتباه میره حالا شما بیا بگو آقای غنی نژاد آقای نمیدونم فلان آقای بهمان بیسا هم مسبب وضع امروز هم همچین جایگاهی ندارن ولی خب داریم اینا رو میبینیم هیچ کدومشون کارآمدی رو ندارن مسئله دعوای امید دانا آقای علیزاده به خود علیزاده برمیگرده به زمانی برمیگرده که شروع کرد امید رو زدن اون فر... هر زمان که فرصت داشت امید دانا رو زد امید دانا هم هر زمان که فرصت داره ایشون رو میزنه آیا شما میگه برحق است اون موقع که امید دانا برحق بود علی علیزاده میومد میگفت که ایشون مخدر میفروشه اون زمان شما کجا جایگاه تو کجا بود نه شما جایگاهی که دارید الان نگاه میکنه کی با تون کی با اندیشه شما کی با پنداره شما همراه و همسو است شما میگی اون بر حقه کاری نداری به واقعیت چی عزیز من این رو باید بپذیری من دارم حرفاتو میشنوم این سمت و اون سمت آدم بسیار باهوشی هستی بسیار متمرکز هستی ولی خب این چیزا رو ما داریم میبینیم این چیزها رو داریم میبینیم هر چیزی با اندیشه و پنداره شما همراه شد شما میگی بر حقه نه عزیز من حق منو شما نیستیم و اندیشه ما نیست خیلی خوب خیلی خوب, خوب. خوب. الان الان اگر محتوای علی علیزاده چون صرفا من متهم شدم که چون با اندیشه من منطبقه من میگم بر حق نه ما یه ترمینولوژی علمی میذاریم اون وسط یه بیسی بعد میایم جمله به جمله پارادایم به پارادایم بیایم بشینیم با هم مناظره کنیم ببینیم علی علیزاده کدوم پاراگراف حرفاش اشتباه بوده ما فکت میاریم شما فکت بیار مایل هستی دوست داری یه روز این کارو بکنی نه من دانششو ندارم حالا بیا میام میگم آقا مثلا فکت به ریز بریزی چون من دارم کلی دارم یه ه... کلی رو در مورد آقای علیزاده میگم پس بگذریم بگذریم حالا یه خواهشی دارم شما که دوست امیدی ولش کن اصلا اونو بگذریم اصلاً, اصلا یه خواهشی دارم من خیلی دوست دارم محسن خیلی دوست دارم میگم چون امید دانا بچه باهوشیه منسجمه بسیار بسیار میدونه چی داره میگه چیکار داره میکنه خیلی دوست دارم خانش امید دانا رو در خصوص برون رفت از این بنبست اقتصادی بدونم اگه بتونی این رو بهش انتقال بدی از قول بنده یا خیلی از دوستان من توی فضای کلاب هاست لطف بزرگی کرد اصلا خانشی نداره خودش هم بارها گفته آقا من اصلا دانش اقتصادی ندارم ولی اندازه خودم میفهمم خب این چیزی که احتیاج به خیلی همون اندازه خودش همون از خودش من دوست دارم بدونم راهکارهای برون رفتش از این منبعث اقتصادی چیه در مورد دو تا حالت ها. راهکار دارد راهکار ندارد راهکار نداشته باشه چی میشه هیچی بحثی ندارم دیگه برمیگردیم به اون مباحث زرد دیگه 200 حیف و 300 که یه آدمی با این هوش این همه برنامه داره اما به اندازه بال مگسی در خصوص برون رفت از این بنبست اقتصادی حرفی برای گفتن نداره تازه علی علی زاده هم میزنه و فوش بهش میده دیگه چی بگم دیگه درد از این بالاتر داری موسن اصلا دردی نیستین چون اینو این درد میشماری منم میدونم درد شمردن تو چیه من ده دغدغه دق تو رو نمیدونم ببین دق دغدغه دق 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 من میدونم یعنی علی علی, علی زاده الان علی علی زاده شده سخنگوی انقلابی هایی که گمان میکنن ایشون یه راهکاری در خود دستشه احسنت ایشون سخنگوش الان مثلا این شده الان برای شما درسته دقیقا بعد امید دانا قبلا چی بود برای شما <applause> امید حکم لاجستیکی بود که تو بحث های زرد خب بالاخره قبل از محسا همینی دفاع میکرد دیگه نمیشه این کارش کرد <applause> اما بعد از خانم همینی خب دیگه موزش دوباره این مزبزب بودنه متاسفانه برگشت دیگه به حالت قبل امیدانا آه، آه، وزنش شده حالا امون صف باش دیگه الان امیدانا <applause> که سا... امیدانا که قبل از این جریانات میگفت سر این مسئله حجاب به مشکل برمیخوریم از همون ابتدا ایشون مزبزبه آره آره در خصوص نه نه در خصوص حجابش راست میگی من اینو با آدم باید منصفانه بگه امیدانا میدونی جریان نشانش چی بود حجاب, ج... آلارم داده بود نه جریان متوجه میشی در, چی در شده. مورد هجابم ایشون از هجاب اجباریان هم تلویحا دفاع کرده ویدیوش موجوده میگه خانواده نه ولی ولی آلارم داده بود علیرضا آلارم که این هجاب یه جای گیر میندازه راست میگه اینو خودش ولی آلارم داده بود که هجاب گیر میندازه اینو نمیشه این کار کرد نه در مورد پوشش در مورد پوشش مناسب دفاع کرد در مورد حجاب اسلامی نبوده شما برداشت خودتون رو داشتین عزیز من بابا من ویدیوشو پیدا کنم بذارم بابا شما میگن ش... در مورد پوشش بوده پوشش آقا ما بذار اگه داری بذار آه... یا کنید یک اشتراکاتی امید با این بچه مذهبی داره یکی مسئله خانواده محور بودن فرهنگ ایرانه ما چیزی نمیتونیم که پنهانش بگیم آقا نه نمیپسندیمش خانواده محور بودن در کنار اینکه هر شخصی خودش رو بشناسه و اون ارج رو داشته باشه یک اصله در کشورهای غربی این خانواده محور بودن کنار رفته به اون مصیبت افتادن در ایران شخص از بین رفته و اون منیت شخصی و اون شخصیت از بین رفته و شخص میاد داخل یک جامعه و در خانواده فقط دیده میشه و اون واگرایی و همگرایی با هم یکسان و یکسون نیستن از همین جهت ما داخل ایران این مشکل رو داریم در که باید هر دو تا اینا در کنار هم باشن تا یه شخص قوی نباشه نمیتونه خانواده درست بکنه که یک خانواده واقعی باشه و پایبندی داشته باشه از اون سو هم یک خانواده که یک شخصی که نتونه بر اساس اون فرهنگ خانواده محور بتونه روش بکنه هیچ آخر عاقبتی نداره این افراط و تفرید ها رو ما میبینیم که میگیم آقا این مشکل اینجا هست شما از دیدگاه دینی خودت شاید به این مسئله نگاه بکنی نمیدونم قضاوت نمی کنم داوری نمی کنم. ولی از اونجایی که از گفته معلومه حالا پیرو گفتمان انقلابی هستی و فلان بهمان آره ما اصول رو داریم نگاه میکنیم منافع ملی رو نگاه میکنیم میگیم آقا منافع ملی آقا مگه برای کیان هم؟ برای همین مردم هم دیگه ما خودمونیم اینو شما این دیگه همین منافع ملی برای ما دیگه سنجه منافع ملی آیندگان اینکه کشور به چه سمت و سویی میره چقدر هزینه میدیم اینا آقا دیگه باید در نظر گرفته بشه دیگه اتفاقا هم خودمو میگم و همو میدونم میگم آقا اتفاقا روی مسائل منافع به خیلی سفت و سخت وایساد مسئله ایزد نشان گفتن آقای خامنه‌ای به جای آیت الله گفتن یه نشونه خیلی خوبیه که شما وارونه اون رو میگید و اتفاقا یکی از حوشمندی های امیدانه است به جای اینکه ایران رو بیاره زیل آقای خامنه ای آقای خامنه ای رو برده زیل فرهنگ ایران اگر مقامی داره فلان چیزی داره ایزد نشانی هست که در فرهنگ ایران ما, ما الان ازش چون آقا... ما الان جمله اول گفتم آن خداوندی آن خداوندی که مردم دادند به نام عزیز من فرح ایزدی شما نمیدونم حالا میشناسی مردم دادن به نام بله. امیدانا گره <applause> نه دقت بکن دقت بکن فرح ایزدی شما میدونی فره ایزدی چیه چه کار داخل فرهنگ تاریخ ایران داره آقا اصلا هر الان. هر قید ببین هر قید خوبی که ایشون تو بحث زرتشت خودش و از اتالی که ارزشمند بوده ما هم احترام میذاریم مثلا به خانش شما داده بوده به ایشون به رهبری چرا الان توی هشت ماه اخیر این این دوگانگی چرخه شما نمیفهمی آخه زمان شما شما داری دلیل میاری آقا چه زمانی تو تاریخی نه. چه زمانی امیدانا این رو برگردوند اینو میتونی به من بگی تاریخ رو به من بگی و بعد از جریان خانم نخیر دیگه 20 روز بعدش بودی نخیر تا سه ماه بعد نه سه ماه کمتر آقای شکاری رو بیدید که ادام سه شد دقیقا شبی که آقای شکاری محسن شکاری ادام شد دیگه ایزه من دقیقا اون شب بوده شما اگه شما نمیدونی من میدونم دیگه تاریخ بت میدم فکت بت میدم برو نگاه بکن مسئله محسن شکاری برو تاریخش رو نگاه بکن میبینی که اونجاست که دیگه به با... اون زمان داری آقا چند تا اسپیس هم گذاشته چند تا آقا ویدیو داره برنامه زنده داره داره میگه و میگه چرا نمیگم ایزد نشان نه شما این رو متوجه نشدی به مانند حالا نمیدونم با بچه ها کار کردی یا نه بچه داری بچه نداری به مانند این که به یک بچه شما چندین بار یه چیزی رو میگی ولی بچه اینقدر حواسش و هوشش سرگرم بازیه اصلا صدات نمیشنوه تا یه جای دیگه داد میزنی و فریاد میکشی که بیا کمکم یا یه کاری انجام بده میگه پس چرا داد میزنی شما اون زمان رو فهمیدی زمان داد رو فقط فهمیدی اون زمانی که دیگه نگفت نه. رو دیدی عزیز من من یه رفیق بیمعرفتی میبینم که تا زمانی که فضا رو مهیا میبینه از پشت میخواد خنجر بزنه چه فضایی که به نفسه چه فضایی خواهش میکنم این داریم دوستان رو صحبت میکنیم دیگه درسته مخلی... خیلی خیلی رو راست رو داریم حرف میزنیم چه فضایی مهیا دیده فضا فضایی که تا تقیب تو خورد دو تا ترقه در شد فکر کرد او اوه 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 دو هفته دیگه انقلابه و پس ما هم برگردیم به اکثریت و که از این قافله عقب نمونیم و به هر حال یه چیزی فایده انتفاعی برامون داشته باشه و پشت دوستان رو خالی کرد. خب چطوری حل؟ آلو آلو حمایت کارفرماش نواز شده. این اسمش آ... موزعب بود و با آه... آه... این چرخهش نیست. آیا حسین میخوای به نتیجه درستی برسی یا نمیخوای برسی از من. شاید هم کارفرماش نواز شده این. سرین شما همون داری درست میگی. دقیقا ایشون اول که اومد من از 92 901 تا 92 کارفرما قبلش کی بوده؟ خب بذار بگم دیگه ایشون 93 من حداقل ویدیوهاش دیدم اون زمان وله میساخت لایو هنوز نیومده بود که اون زمان حالت وله مانند میساخت اون موقع میدیدم برنامهاش کما کمابیش حالا زیاد نه. بعد که تقریبا از کی بگم از 92 و... چند بود خدای 95 این کم کم داشت قشکت به سمت سپاهان قهرمان چیز میگه علی دایی میگه قهرمانی قش کرد به سمت تیم سپاهان اونطوری قش کرد به سمت سپاه و بعد آرش زمانه شد شهید سلیمانی و تقریبا پنج سال که دیگه فقط مالک یعنی انقدر مالکشی که کرد خود صدا بسیجی هم در اومد دیگه آقا دیگه اینطوری هم نیست گرونی و ما داخل داریم حس میکنیم نمیدونم هزار یک داستان که یه بار تو روم بهش گفتم تو برگشتی گفتی نمیدونم زندگی تو ونزوئلا بهتر از سوئیسه که جوک نگو که دیواره خره مردم میفهمن یه چیزایی همه چی نمیدونم بحث آبان 98 ماله کشی کرد بحث هواپیمای اوکراینی فلان بعد حالا رسید به جریان محسا امینی حالا این شایبه به ذهن آدم میاد که یک چون جمهوری اسلامی هم که پیکر واحد نیستش که بلوک قدرت هزار تا بلوک قدرت هست تو جمهوری اسلامی هزار تا اولیگارشی هست یک قسم از بلوک قدرت اومده حالا کارفرمای جدیده این یه است به ذهن آدم میاد یک قسم از بلوک قدرت اومده کارفرمای جدید ایشون شده بگه آقا اعتراضات معطوف کن به حجاب بحث اون معیشت و نمیدونم عرضم به حضور عدالت اجتماعی تحت شعای حجاب قرار میده در حالی که موضوع ایران عدالت اجتماعی موضوع حجاب نیستش به کارفرما رو اسم کارفرما رو میفرمایید گفتم دیگه کارفرما گفتم بلوک قدرت ایران متکثره اون کارفرمایی که میخواد اعتراضات مردم رو متمرکز کنه ببین چقدر قشنگ داره برای توضیح میده باز دوباره چون تو از اسم فرما رو دنبال اسمی دنبال فرم اینه که شما <تصفح> فکر کردید امید دانا <تصفح> علی علیزاده است که کار فرمایی باشه نه عزیز من همچین چیزی نه پیدا میکنید نه خواهید اصلا همچین چیزی وجود داره پیمانکار آقا چرا دغدغه امید دانا به جای عدالت اجتماعی حجاب اینو میشه توضیح بدی محسن عجب گفتی علی اینو میشه بگی و دیگه نکته الان یاد آمد ایشون اوایل طرفدار پهلوی بود به طوری که میگفت رضا پهلوی مهمتر از چیزه نمیدونم ایرانه و اینا تا وقتی که پهل... رضا پهلوی رو دعوتش کردن کی دعوت کرد نوریزاد نوریزاده که ایران فردا گفت آقا این آقای امید دانار رو میشناسی گفت نه والا من ایشون نمیشناسم از اونجا دیگه از پهلوی هم ق... چیز کرد دیگه کرد یکم تعریف کرد قبل از ایشون این بیانیه ای آخرین هشدار به شاهزاده رو به آخرین شاهزاده داده بودن یکم تحریف کردید قبلا آخرین هشدار آقا اصلا ما نمیخوام ببین موسم ما انصافا نمیده میاد نه نگاه کن من, من خودم انصافا نمیتونم بزنم همینجوری دیگه امید داره که آقا بزنی بزنی که آقا فرقی براش نداره گفت آقا بخور یارو خب. اصلاً نه, نه. اصلاً ما زعما میگیم خریش میگیم یکم بر این شلوغ بازی ها و از این چیپ بازی ها دست بردار آقا بیا بی تو محتوا بیا تو محتوا عزیز من آقا بحث دوستانه است دیگه نه بحثی که دعوا نداره بحث دوستانه نمی <خ ş> یا یکی گفتی... دو نفر اومدن یه چیزی گفتن ولی خیلی نسمنی اومدن نه نگفت <مهقل ouiep> <youre> ما... <مهقل> آقا یه سوال چرا؟ چرا؟ اصلاً تو سوال میکنی که یه سوال تو کلن پاسخ چرا در دقیقه امیدانا به جای بحث مهم ادالت اجتماعی بحثای زرد و هجاب و ایناست ما چیزی مهمتر از ادالت اجتماعی داریم الان اینو بگی من بله. بله خیلی ساده است میگه چیزی که شما من همون ابتدا گفتم آقای علیزاده داری به کجا چه چیزی داره محیط رو فراهم میکنه که این اولیگارشی و مافیا و فلان بهمان به وجود بیان شما به پاسخ نداد به پای به من پاسخ ندادی درسته و من گفتم رسیدم به چی به قانون رسیدم به نمایندگان مجلس میرسی به قانون اساسی هجاب نوک قله کوه یخی هست که اون فساد رو زیرش پنهان کردن مسئله هجاب یک مسئله اجتماعی است یک دقدقه اجتماعیه که خیلی از قانونهایی که تابو هستن بشکنن با شکستن این تابو شکسته میشه دقت بکنید خیلی از مسائلی که اومدن پشت این قایم کردن و ما در قانون اساسیمون از بند یک تا بند چاردهش رو بخونید همش حکومت الله بر مردم هست. جمهوری وجود نداره مردم دخالتی ندارن این یک چیز بسیار بزرگه شما بزرگترین تئوریسین های جمهوری اسلامی از مصباح یزدی و فلان میگه آقا میگن دیگه مردم مردم کاری نیستن به صورت نمایشی داره این کارا انجام میشه ولی الان اگر امید چسبیده به مسئله حجاب شما بگو چرا جمهوری اسلامی دو دست اینو چسبیده شما به گو به جمهوری اسلامی به جای اینکه معیشت مردم رو درست بکنه به جای اینکه چار تا اقتصاددان بریزه کف بازار به جای اقتصاد دستوری به جای خلق پول به جای تورم سازی چرا این مسئله هجاب رو فقط چسبیده اونجا چرایی کار امیدم مشخص میشه امید واکنش است جمهوری اسلامی کنش است حالا ما اگر نرو. از امید بخوایم ما اگر از امید دانا بخوایم یه ذره حالا اصلا مسائل زردش هم ادامه بده اجابش هم ادامه بده یه ذره بیاد تو بحث اقتصادی و عدالت اجتماعی راهکار بده اصلا حرف بزنه ببینیم چی موزه این آدم بالاخره به با آدمی که این سات برنامه داشته این به نظر شدنی هست شما میگه علمشو نداره یه ذره بره مطالعه کنه ببینیم بالاخره یه کارشناسی بیاره ببینیم چی می آقا آدم بالاخره حرفش چیه تو این بحث هر چیزی بودی آقای علیزاده روفته برده دیگه امید بیا چی بگه <applause> آه... نه بحث شما یعنی چی نمونده تایوان <applause> نه دیگه نمونده دیگه هر چی بوده آقای علیزاده گفته دیگه نه این درد شما نیست نه خودش درد خدا من برام خیلی مهمه این مسئله نه برات مهم نیست به خدا برات مهم نیست آخه خودم دارم میگم دیگه من برام مهمه این یارو مثال... <applause> میام میگه آقا کار فرما آقا من همه مثل خودتن که یکی حتما باید بهشون دستور بده اگه امید مسئلهش ر... رد... مثلا رضا پهلوی بود رضا پهلوی پاش کرد گذاشت تو مسئله منافع ملی کسی که حتی جونش نجات داده از ایران و بیرون شست که گذاشت کنار به قول شما امیدانا با همین بچه انقلابی ها اومد بالا وقتی دید مسئله حکومت و حاکمیت اینگونه منافع ملی رو داره به خطر میندازه داره برخلاف منافع ملی حرکت میکنه همه ی زندگیش که اصلا شما بگو همه میگن آقا همه زندگیش وابسته به یوتیوب و فلان و بهمان و بیسار. بوسید گذاشت کنار گفت به جهنم که نگاه بکنند یا نگاه نکنند حمایت بکنند یا نکنند امیدانه قبلا اون اپوزیسیون به قول شما مخالفان جمهوری اسلامی رو سر تا شسته چلونده رو بندن پهن نکرده انداخته یه گوشه بعد اینا بیان دوباره از امیدانه محافظت بکنند یا پیر مثلا حمایتش بکنم نه عزیز من خب این چیزها رو شما هر کسی با خط با اون دیدگاه خودش از زاویه خودش به یه چیزی نگاه میکنه برخی آقا خطکششون کوچیکه زاویه دیدشون تنگه آقا از بالا به این فیل اتاق نگاه کنیم محسن بیا از بالا به این فیل اتاق نگاه کنی آقا آیا انتظار زیادیه خب از یک دوست قدیمی قبل از محسا همینی. و از یک دشمن بعد از مهسا امینی دشمن قابل احترام خب که ما ازش بخوایم مگه نمیگید ایران گرا؟ مگه نمیگید اطلاع ایران آیا اطلاع ایران چیزی جز برون رفت از این بمبست اقتصادی و عدالت اجتماعی چون بله. علی علی همه رو حالا دو تا اون تای ما ببینیم چی میگه آخه شاید دیدی اصلا ما علاقه, علاقه مند شدیم جز این است چرا شما فقط مسئله یه مشکلات جمهوری اسلامی و حکومت رو اصلا من حالا مثلا حکومت نیست اصلا جمهوری اسلامی برای یکی دیگه هم بیاد یعنی تو 4000 تا برنامه یه دونه برنامه هم در نمی گنجه بحث برون رفت از این موزل اقتصادی برون رفت شما بیا قانون <تصفح> اساسی تو درست بکن بیا قانون اساسی رو دست بهش بزن آقا میتونی مثلا میمونه که علی می توانی... یه... یه, نقاشی کشیده بعد دوستان نقد میکنن چه نقاشی زشتی ما میگم آقا شما بیا نقاشی بکش ببینم شما چه جوری میکشی بعد میگه نه ما هرچی بود اون کشیده آخه خب میدونی مست من اینو یه ذره نمیفهمم نه تو آخه یه چیزی میگه آقا امیدو میگه من در مسائل اقتصادی دانش ندارم ورود نمیکنم میگه نه الا تو بیا تو همین مسئله آقا خیلی از این مسائل داخل آقا حذف بسیاری از این مسائل هستن که احکام اسلامی هستن که در قانون هستن قانون اساسی ایران اتفاقا در راستای توضیح ثروت و عدالت اجتماعی محصا اصل 43 و مشکل اون قانون اساسی آقا این نزد و نقیص داره از این حرفا چیه؟ به حرفه به عمل که نیست مسائل احکام اسلامی شو سفت و سخت چسبیدن بقیه چیزاش که مال مردم راه ها کردن دیگه احکام اسلام اصلا ما اقتصاد اسلامی نداریم اصلا تو اقتصاد که اسلام چیزی نداره آقا اینو آقا برید <تص> آقایون <تص> آقا بگید دیگه <تص> آقا من نگو اخت... من نمیدونم از... آقایون هم همینه آقایون مگه مدعی مبت... اقتصاد اسلامی هم. بله. م... بله که هستند بانکداری اسلامی رو ادعا شو دارن بانکداری دا اسلامی. فقط میگن ربا نباشه که اونم متاسفانه ربا هست ربا یعنی چی؟ اصلا ربا یه دا... یک تعریف هزاره پیش است. مگه ربا نباشه آقا مگه تو آخری. کسی خیلی هست که بیاد آقا اصلا هستن... پول جو تو بانک بذاره یه برنامه در خصوص بانکداری رووی بعضی از بانک‌ها نمی‌سازه ما خیلی جم... دوست داریم بشنویم تو هم جریان تمون جریان قزوینیه شد که هرچی بهش گفت جدی میگم محسن محسن به خدا بابا آقا چرا سوادشو نه یعنی در این حد هم سوادشو نداری همچی برنامه بسازه بابا دیگه من فکر کنم داره حداقل اینقدو محسن حداقل یه برنامه در خصوص بانکداری رووی بسازه نقد بکنه آقا منم بچه انقلابی نگاه میکنم لذت میبرم یه نقد اینجوری بکنه و حال کنیم می دونید چی می خوام بگم؟ حال اینکه خودش بخی. میگه من من دانشش ندارم تو میگه بیا ورود بکن حرفم بزن که بعد مثلا ای ایراد عشقال ازش بگیری. آخ می خوام از بود اثرسانی استفاده کنم. این نه خودم میگم می چی؟ آقا شما چرتو کارشناس چرتو کد به واسطه جناب آقای قندیز ما آره من اونم جان بفهم آقا شما چرتو کارشناس اقتصادی و فلان به ما 20ش کن امید از بود اثرسانی حمایتش میکنه براشون برنامه میذاره در این میون خودش هم موازیجگری میکنه چشم بس خیلی بس هستیم دمت گر. ما همینو میخوایم ما چیزی حالا شما صادقانه جان جان من اسخایی میخوانم ببخشید من هومن جان من به نظرم این از بهبودی رو توی اتاق این قضیه رو جمعش کن که این داره ارتحاب پیدا میکنه اینو قضیه رو ببندش اومد آقا اتفاقا, بزار اتفاقا. اتفاقا. بزار. بابا بزار. آقا ما با یه آدمی دو بار مناظره کردیم دو شکست خورده و دیگه کارش به توهین و فحاشی و دیگه باخته بدم باخته بازم باید سه بار باش من ادعا میکنه ادعا میکنه با که با توجه به اینکه سواد حقوقیش به حدی هستش که میتونه مقابله کنه بیاد این کار انجام بده من به نظرم من به نظرم شما از موضع ضعف قرار نگیر ببین شما بس, بس برد و باخت خالا اصلا من... دکتر نه موزه ضعف کنه نه یه دو سه روز یه ذره شلوخ کنه یه ذره حرف بزنه یه ذره برد رسانه ما رو قوی تر بکنه بعد که آه. خوب حرف رو در اون سرمستی پیروزی که قرار گرفت اون خودم بهش میگم یه مناظره میکنیم رو هم ضبط میکنیم برای بار سوم میشه چیزی هم شما 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 چیزی هم نگو شما با خنده بگو حالا شما به التماست به عمان حسینی ادامه بده شاید برای بار سوم هم باید مناظره که ولی شنیدم دوباره قبلی رو باختی کامبیز در گوشی بهت بگم باش مناظره میکنم بذار یه ذره التماس بکنه چشم نه چون من واقعیت روم بزنه آقا روم زدن چه اهمیتی از روم بزنه 200 نفر بیان به من فوش بده مثلا چه مشکلی چه باعث معروف شدن شما ماشاءالله شما ماشاءالله نفر نه 2000 نفر باشن از ذاتشون بر ما وقتی تو این فضا با اسکپتیکو مومو اینا مناظره میکنیم از حمید مثلا جوجولی میترسیم که مناظره کنیم آقا اکانت دیگه تو که تو همه کاری که من میگم بکن نگران نباش با من نه. <applause> اصلا نه من فقط میخوام من فقط میخوام حرف و حدیث زیادی چون اینجا میدونه که من حرف و حدیثش حدیث هم با من آقا حرف حدیف حرف حدیث سینما من حسینی ترسیده دیگه آقا من تو چیکار ده تو همین کاری که من ادامه بده کایت نمیشه بگو من فقط شنیدم دوباره قبلی باختی حالا به التماس ادامه بده شاید بود مناظره کرد همین کایت نمیشه بسیار باشه داد. حالا ما سه ما همینو میخوان ما میگیم یه آدمی با این وزن با این برد رسانه ای خب بیا چهار تا چیز ارزشمندم بگه به خود جدی میگم یعنی آدم خب مخاطب داره که نمیتونیم میگیم نداره که این آدم قطعا تو یوتیوب مخاطب داره به شدت هم مخاطب داره حالا آره بیا چهار تا این با بانک های خود این پتروشیمی خصوصی موسن بیچاره کردن اقتصادی مملکت رو آقا خصوصی کی درست میکنه خب آقا یه چیزی میگی خدایی شما نگاه بکن هر چیزی نگاه میکنیم آقا برمیگرده به قانون اساسی و احکام اسلامی و فلانه به هی ما نمیخوایم ورود کنیم توی این مسئله میدونم آقا تو آقا مشکل داری معذوریت داری تو این مسئله من نمیخوام ورود بکنم هی تو هی میای میکی خب عزیز من مشکل احکام اسلامیه که توی از, قان... از اقتصاد گرفته از نمیدونم جزا و احکام و دادگستری و بانکداری و فلان و همه جا هستش دیگه جایی هست که سرک نکشیده باشه سیتره ننداخته باشه چون مثلا شما... شوان... تو دایره معلوم نمیکنه به خدا حالا شما میگی مگه خود رهبری بنده خدا محسن اومده بود گفته بود آقا این بحث بانکداری عین این... جمله ایشونو من بگم گفته بود بانک ها غلط میکنن بنگاداری میکنن یه جاهای نیاز به حمایت کنشگرا هم هست آقا بانک ها غلط میکنن بانک ها غلط میکنن تما چیز میکنن اه... کدوم اه... شما یه حرفی میزنی ما ما هم گمان میکردیم آخ آقای خامنه ای اصلا حرفش برشی نداره بنده خدا جایگاهی نداره منم هم همین گمانو میکردم منم هم با همین دید نگاه میکردم ولی زمانی که برای آقای شکاری اومد حکم داغ و درفش داد خوب برش داشت داغ و درفش بده به همین مسئولین اقتصادی یا زورش میرسه یا زورش نمیرسه دیگه یا زیر خامنه یا قاضی داغ و درفش خامنه ای داده هیچ تعارف هم نداره چون قاضی دادگاه محسن شکاری خامنه ای بوده فردای سخنرانی ایشون حکم اعدام انجام دادن و بهتونم میگم که همین احکام دادگستری اگه دادگستری اصلا یکی از مواردی که امیدانه آقا دادگستری ما مستقل نیست دادگستری ما مستقل نیست از بسیاری از کسانی که مسئله امنیتی داشتن دقیقا باز به قاضی دارن حکم میگن آقا چه حکمی بهش بدید چقدر باید بهش بدید شما اگه تجربه نداری من تجربه دارم. ما همه چیزمون آقا الان رفته زیر لوای دین بعد هیچ کس هم مسئولیت نمیپذیره آقا بپذیرین یکی تو آقا کی مسئوله آقای رئیسی نیست آقای رئیسی که میاد مشکلات لیبرال هان آقای روحانی میاد مشکلات تقصیر اون قبلی ها بودن که نذاشتن تقصیر احمدی نژاد بود احمدی نژاد میاد بگم بگم را میندازه آقای خامنه هم از همشون حمایت میکنه بعدش هم اینجوری میاد میگه بانک ها غلط کردن ولی بانک مرکزی برای خودش داخل کشور ما هر کاری خودش دلش خاص میکنه نه وزیری بهش گیر میده نه نماینده ای بهش گیر میده نه خامنه ای میتونه بهش گیر بده پس آقا اینا چند تا کشور داریم زندگی میکنیم تو دنیای ما که نیستیم دیگه شوخی چیزا دیگه آقای خامنه ای گفته اونا من نمیخوام چیزی بگم برای شما بد بشه ولی دیگه درست نیست دیگه اینقدر با شعور مخاطب بازی کردن عزیز من نمیشه همچین چیزی آقای خامنه ای گفته کسی حرف گوش نکرده نماینده مجلس کجان آقای نمایندگان مجلس که بند به بند هر چیزی که میخوان تایید بکنن که نگاه میکنن به دهن رهبری اگه آقای رهبری نگه آقا گفته مسئله حجاب بماند آقا که آقا, آقا تا آقا میماند, آقا. آقا میماند که آقا، آقای خامنین، هم دقیقا همینطوره. آقای حسینی دقیقا همینطوره ببین دید <تصفح> که توی <تصفح> ثابت هست و باید استفاده کن ولش کن، این مسئله ممکنه هست بلش هزن نه نگاه کن آقا. آقای حسینی. من خیلی دلید. مراعات کردم مراعات خود شما که در ایران هستید حالا، یعنی شما که آقای شخص خامنینی و مثلا با ملک عبدالله یکی میدونی بلوک قدرت تو ایران متکسره قدرتی که ملک عبدالله نه بلوک بلو قدرت بریم بگیم بلوک بلو مافیا ببخشید بگیم بلوک مافیا باشه بالاخر تمام کشور بلوک قدرت است تو آمریکاش هم یه بلوک زمان قدرت زمانی که کشور رو امنیتی بکنی زمانی که همه مسائل کشور امنیتی بشود زمانی که هر چیزی رو دست میذاری امنیتی است زمانی که هر چیزی دست میذاری مصلحت است این میشه آقا مگه تو شما فکر آقا فاشیست چیست فاشیست که افسانه که نیست هر چیزی امنیتی کنی تو کشور همه جا آقا انحصار قدرت و ثروت هست انحصار قدرت و ثروت از چی برمیاد شما از لحاظ قانونی نمیتونید دستش بزنی از لحاظ قانونی مجلس ما نمایندگان مجلس ما اصلا مجلس رو به چشم یک سکوی پرش در وزارت میبینند. وزارت نفت همه ی کشور رو قبضه کرده آقای جنرال زنگینه رو که خدا هم نمیتونه تکونش بده چرا برمیگردیم به قانون قانون رو چه کسی نمیذاره دست بهش بخوره محافظ قانون ولی چه کسی خلاف قانون رفتار میکنه کسی که ادعای نگهداری قانون رو داره پس نگاه کنید اینا نیست این چرخه چرخه باطلیه ما اینجا محل نظام و با شما این اسما میگه قانون اساسی ایران درسته و بدبختی ما از روزی شروع شده که قانون اساسی رو به جوی آب ریختن یعنی از دوری کی ریخته؟ رفتن کی ریخته؟ همین دولت ها اولیگارشی ها اولیگارشی ها پس... از... یعنی رهبری قدرت ندارد دولت قدرت ندارد نمایندگان مجلس قدرت ندارند دادگستری قدرت ندارد غیر از اینه گفتم بلوک قدرت متکثر بلی... از ما سه تا قوه شما از افسانه حرف بزنید از من با, با فراماسونی حرف بزن بیا به من بگو ارکان قدرت جمهوری اسلامی که سه تا قوه داره مقننه مجریه و چی دادگستری چه کارن؟ این بروک قدرت جمهوری اسلامی بین بروک قدرت یه قسمش بیت رهبری آقای خامنه ایه خوب. یه قسمش سپاهه خب یه قسمش اتاقای بازرگانی و اصلاً دزد بازاری تازه مسلمانه یه قسمش اصلاح طلبان اصلاح طلبان... همش نظامن که اینا چه نه خب اینا با هم چیز خدا 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 آقای خامنه ای سخنرانی آخرش گوش نگردی همه سرطه یه آه. کرباسیم آقا یه کرباس که تو اتاق بازرگانیه عزیزه با من اگر هماهنگی بینشون وجود نداره برد. برد. اگر ناکار آقا هماهنگی ندارن یا نه مافیا بازیه خب اینه که ناکار آمدیست خب حرف من هم هست دیگه خب دست شما درد نکنه که تایید کردید آقا من یه بحث دیگه دارم ما هی میخوایم بیایم رو محتوا تو جزئیات محسن هی hey, میخواد بگه آقا رهبری مشکل داره رهبری مشکل نداره اصلا رهبری چند تو... تا حکم حکومتی داره چند تا بابا این اینقدر این, ا... این رهبری مظلوم واقع شده که بابا آخه نمیخواد ورود کنه بلکه محسن آقا بلکو. اصلا رهبری اونو... اصلا, رهبری بدبخت بیچاره من قبول میکنم از شما اوکی رهبری بدبخت بیچاره مظلوم فلک زده علی زمان هر چی که میخوای بگی یعنی چی شوخی تو گرفته بابا. آقا. شو... با مسخره آقا آقا. میکنی با آقای میکنی موسنجا نه, نه. بحثه بحث این که بنده خدا قدرت من... خدا اگر از حکم و حکومتی استفاده کنه همین خود شما ده. میگی چرا انقدر از حکم حکومتی استفاده میکنه اگه استفاده نکنه میگی چرا استفاده نمیکنه مسئولیت اصلا... پذیر باشه <تصفح> چه مسئولیت پذیر مشکله؟ حکم حکم حکومتی یعنی چی اصلا حکم حکومتی یعنی چی آقا موسنجا اصلا بحث رهبری نیست آقا ایشون قدرت داره اینا بحث رهبریه بگم بحث رهبری رو بگذاریم ظرف خودش قدرت داره نه عزیز من به اندازه ظرف خودش قدرت داره آقا الان خواهشی دارم آقا نمیخواه بروه کنیم داخلی مسئله رهبری بیم بیرون خب مسئله رهبری که بیایم بیرون بعد مسئله قوه داد هم میرسیم و مسئله بانک مرکزی هم بیخیار میشیم مجلس هم بیخیار میشیم آقا خب بانک مرکزی رو هم در بیرون آقا شما میخوای مجلس رو نقد کنی چرا در مورد اینکه شفافیت قوای سگان هنوز رای ورده حرفی نمیزنید امید دانا از این مهمتر چیزی داریم اگه میخوای نقدم بکنید اینجوری نقد کنید خب از این مسئله مهمتر برای اطلاع ایران داریم نداریم که پس چرا هیچی نمیشنویم قانون اساسی موسم. قانون اساسی مشکل داره شما تا زمانی آه. که چیزی را که نمیتوانی دست بزنی و تغییرش بدی به عنوان یک قانونی گذاشتی که آقا تعارف که نداریم دیگه ای من یعنی واقعا خودت با این مسئله موافقی که یک حکومت جمهوری اسلامی ایران گفته آقا حکومت الله بر مردم یه اسمیه ادعای به اسم الله بر مردم حکومت کنه آقا من نیست دیگه آقا نمیخواید تو جزئیات نمیخواد تو جزئیات چکار... شما کلیاتت مشکل داره از کل به جز میرسن حالا <مت> حکم شما که پادشاهی خواهید حکومت پادشاهی خواهی, پادشای خواهی, پادشای خواهی دارم. دارم. نه تو من پادشاهی خواهی نیست امیدانا پادشاهی خواهی دیگه اسم. امیدانا پادشاهی خواهی من چی من به من چه رفی داره شما جمهوری خواهی بلد. شما خود جمهور. جمهوری خواهی. من جمهوری خواهم آره درست بحث شد همین امیدانا ها امسال ها خیلی سال هاست این رو تو مخ ایرانی ها فرو کردن که آقا اگه پادشاهی نباشه ایران تجزیه میشه ولایت فقیه هم یه جوری شقی از پادشاهیه و اینو حکومت فهمید و اومد این ولایت فقیه رو چپوند و برای اینکه ایران تجزیه نشو از این داستانا نه اتفاقا من با خودم با اینجا با امیدان نقد دارم مثلا ما اینجا اصلا همراه نیستم تو این زمینه مسئله نیست هر کسی اندیشه خودشو میگه حالا شما مثلا به چه چی چیزی باورده مثلا میتونم بیام نقد بکنم محسن به خدا این علی, علی زاده نبود من خفه می شده. یعنی دیوونه می شدم خدا شاید یعنی نفستون به نفسش نمیده خوبه جورجندی هم که خوب من... میگه جورجندی هم که خیلی خوب میگه جورجندی هم خوب میگه من اتفاقا تو اون سایت جورجندی دوستش دارم من یه, سری من رو... یه سری حرفای جورجندی رو آره یه سری حرفای جورجندی رو من با ببین جورجندی بنده خدا یه خیلی کار مفید کرد نمیشه این کار کرد ولی اصلا علی علیزاده اصلا حرف میزنه موسم من زنده میشم این آدم نمیدونم چرا خدا بهت ببخشش درود من خوبی؟ من اون بر حمید بهبودی با این رویا وایستادن بیایی میخوان یه گفتمان بزن ولی نه الان بعد این بلاکت هم این رویا کرده بود خب باید خواستم بگم هلی خواستی بیام اونور باشه چشم بذار فعلا یه ذره تقلا بکنن چشم برای بار سومم هم با ایشون ما مناظره خواهیم کرد چشم 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 باشر. من باشر. میرم بس میام باش بعد یه سوالم باشر. ازش بپرس ر... رادمان جانم بهش بگو که آیه بهبودی این اصرار شما برای مناظره سوم آیا به دلیل باخت در دو مناظره قبلی است یا دلیل دیگه ای داره آه این حالا یه چیزی اصلا مناظره یا دباته یا همون گفتمان یا واضح والا... اصلا نباید برد و باخت باشه، باید یه دستاوردی داشته باشه، یه گرفتاری رو درست کنه، نه اینکه بدتر بگیم چی بشه، همون آش همون کاسه. حالا من بهش میگم حالا کاری ندارم دیگه آقا با, با دیگه مناظره نه اصلا تو فرهنگ اروپایی اون, گفت... نه اون تو فرهنگ اروپا... چیز دیگه است اون تو فرهنگ, فرهنگ اروپایی بهش میگن دی دبات به پارسی هم میشه وازت وازت از ریشه واز و ته پسند نوازت وازت میشه او یه او بحث, بحث نه گفتگو نه. یه میشه گفتمان نه ب... وازت آه. اصلا چیز دیگه ای میشه اون بحث گفته نه وازت میشه وازتیدن دیگه این یعنی یه وازت عزم. گرفتاری رو مثلا میگه او. شما مثلا در یک زمینه میگه من این بحث این هست یعنی در این زمینه میخواید شما یه چیزی گفتگو بکنید این گفتگو بحث نمیشه وازت ببخشید خب آره بحث بس... نمیشه وازد خب. مسئله یه گفتاورد یعنی یه دو نه دو تن به گفتاورد هم همون گفتمانه دیگه یه دیگه گفتاورد بازد. شما نکنه از گفتاورد شما مثلا میگی شهرآورد خب این مناظره نه شهرآورد فرق میکنه میدونی یعنی گفتاورد. چی یعنی که یعنی شما آره، شهر هم, شهری. با هم ولی گفتاورد شما در گفتمان با هم یک نبردی میکنید ببینید منطقی کی بر که چه کسی میچربد و یکی نتیجه گیری در آخرش داره و تعصب و پیورزی داخلش نیست خب یعنی که آقای،, آقای محسن تو فرهنگی اروپایی واضعت یا دیباته اینجوری نیست این همه من سالها گوش کردم واضعتاشون و دیبات... دیباتهاشون رو گوش کردم چنین چیزی اون تو فرهنگ او ایرانی نیست میتونم بگم جدل و درگیری میشه این جدل اون میشه آره جدل ببین شما یه موقع داری با یکی مکالمه میکنی داری با یکی مباحثه هم حتی نه داری با یکی گفتگو میکنی اون فرق میکنه اما تو مناظره تو داری یه تقابلی میکنی که میخوای عورت زشت بی محتوى بودن طرف مقابلت رو بذاری رو میز و نه. و نه شما هم مخرج مشترکی نداری در ما. اگه بود که اسمش مناظره نبود مناظره یه نوع جنگ با سلاح منطق و استدلال حرفایی باید بزنی که مکسنس کنه و مشمئز کنی طرف مقابل رو مناظره یه جورای جنگ دیگه اگه نگه گفتمان بود که اسمش گفتمان بود میدونم الان فهم میدونم فهمیدم چی گفتی ولی میخواستم بگم تو فرهنگ اروپایی یا همون وازت مناظره آه، آه. مثل ایرانی نیست مثل ایرانی نیست که مثلا با یکی بیای ستیزی و جنگ و پیروزی و برد و باخ باشه آره آه. خیلی بیشتری به کار ما داخل گفتمان هامون بیشتر خیلی مغلطه به کار میبریم از من بارها دیدم توی گفتمان‌های اروپایی اومدن گرفتاری کشور رو حل کردن دنبال این نبودن که چی پیروز باشه کی باخت چی برد داده کی باخته اومدن گرفتاری و پایه‌ای اساسی درست کردن باش من میرم میام بهش میام شما همین ما الان داریم مثلا با آقای ابتدا مثلا من داشتم گفتگو می‌کردم ایشون به جدل کشوندش <مت تصفح> یعنی که اومد حالا از ابزارهای دیگه ای استفاده کرد از چیزهای دیگه ای استفاده کرد و مقالطه تک <تصفح> تیرانداز تگزاسی خب <تصفح> مقالطه <مت> ز... شیکاگو حالا <تصفح> <تصفح> کار ندارم این چیز ولی خب نگاه کن یه رو میگم اسکیپتیک بودی موزه تمسک به ببل با اون گویش خودش خب آقا نگاه کنید من حرفاتو شنیدم و حرفای خیلی دیگه دوستانم شنیدم میگم که بشنوم و میبینم که خیلی ها اون برداشت و تصور خودشون رو از امیدانا من دفاعی از امیدانا نمی کنم هیچ وقت خودش زبونش درازه ولی اینکه مثلا به من میگه آقا تصور تو چیه دیدت چیه نسبت به این مسئله اگر بخوام از سمت خودم سخن بگم مسئله فرق میکنه ولی امیدوار خودش از خودش میتونه دفاع بکنه حالا هر کسی هم میتونه به بره, 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 بره باش شروع کنه جدل کردن در جدل کردن معمولا چیزی آید نمیشه چیزی جدل بس... که نه ولی در هر صورت من اگه دیدی سلام شو بش، سلام ما رو بهش برسون و بگو یه ذره تو بحث های اقتصادی عدالت اجتماعی چرا میتونه ورود کنه اونطوری هم نیست به نظر من مگه اینا که ورود کردن لزوما همه تا صد دانششو داشتن آقا شما مثلا همین بحث بانکداری و ربوی بودن برخی برخی از بانکها مگه این یه مشخصه دیگه اوان. این نیاز به کنشگری داره برای اصلاحش دیگه میدونی حداقل یه چیزی باشه که کارساز باشه مفید باشه حتی ایشون که ایرانگرایه حتی من که مذهبیم حداقل تو این مسئله که با هم توافق داریم یا آقا برای برون رفت از این موزل اقتصادی بنبست اقتصادی آقا این بانک ها چی کار دارن میکنن یعنی برخی از این بانک های خصوصی من نمیدونم بانک از کی میگیره حالا گوش کن نه شما میگه آقا اون کسی که باید رستگی بکن رستگی نمیکنه کنه خیلی بکن شما کنشگری پد... کن عزیزم من من پدر من سی سال بانکدار بود سی سال رئیس بانک بود همه چیز رو میدونست داخل بانک سپه بوده داخل بانک قوامین بوده داخل بانک ایرانیان بوده یعنی اون زمانی که بود که بانک چی بود دقیقا حالا نامش رو یادم رفت که و... الامیه و یه ده... در بانک نه میگفتن چی یه اسم دیگه ای می میذاشتن رو همین بانک های خصوصی یه هوور ورشکست شد به خاطر مثلا یه مسئله خیلی کارمندی یه اشتباهی کرد ف... اول فکر کردم به خاطر اینه ولی معلوم شد که آقا اصلا اینا رو بانک مرکزی بهش رو چیز میکنه بعضی زمان ها بانک مرکزی این چیزها این چیزهای خصوصی رو بانک های خصوصی رو که بهش میگن چی ب... اسمش یادم رفت چی بهشون میگن بانک های خصوصی رو مؤسسه های اقتصادی های مؤسسه, بانک مؤسسه. مؤسسه, مؤسسه های مالی اعتباری مؤسسه مالی رو بانک نیست ما مؤسسه مؤسسه مالی مؤسسه های مالی اعتباری رو می آورد هیئت مدیره با به عنوان که چیز مثلا دارن با نباید ورشکست بشن می چپون تو هیئت مدیره بانک های مثل بانک قوامین مثل بانک سپه و مجبورشون میکرد مجبورشون میکرد که بپذیرند تا بتونن از تحصیلات یا مثلا چیز بانک مرکزی برخوردار و با گاهن اجبار میکرد بانک مرکزی شوخی نیست چیزی نیست که شما آقا زی... زی نظر کیه بانک مرکزی آقا الان شما آقا زی نظر کیه من مثلا برم بگم آقا بانک مرکزی مشکل داره بیان کیه نقد میکنم من آقا حسینی ببین شما خود مسئله رو نقد کن خود به خود موجه ایجاد میشه و عزمان. اون کسی هم که بعد خداش من نمیدونم من من حالیم نیست من تا بانک مرکزی بیشتر بلد نیستم تا بانک مرکزی بیشتر بلد نیستم این بانک مرکزی زیر نظر کیه بذار نقطه ما بذارم ظرف بزنم بذارم ببین جان شما فرزن مثلا بانکداری ربوی رو بیا نقد کن چهار تا برنامه هم بزنه امید خب چهار تا برنامه هم بره اون شخصی هم که شما اصرار داری که ایشون باید مشکل رو حل کنه باعث مطالبه اجتماعی و موج میشه و ایشون براش هزینه زا میشه که ایشون این مشکل رو حل کنه راهکار اینه ببین اینکه شما صرفا بیا اون شخص رو بهش حمله بکنی که مشکل حل نمیکنه که موزال از زیر فرش بکش بیرون یه خودش برنامه بساز مثل علی علیزاده اون کسی هم که باید به این مسئله رسیدگی بکنه مجبور میشه به رسیدگی بکنه بس اینه آقای علیزاده الان چند وقت داره این کارو میکنه تازگیا زیر یک ساله زیر یک ساله های موفق شده به کسی رو از زیر فرش که برای کسی هزینه بسازه که کاری بکنه. خوبی داشته محسن. کاری بشه. شروع خوبیه. شروع بسیار خوبی بوده. عزیز من شما پاسخ منو بانک مرکزی زیر نظر کی؟ نظر دولت. خوب... بانک مرکزی نه از نظر دولت متاسفانه حالا یا خوشبختانه در اصل هم نه از نظر دولت باشه بانک مرکزی باید مستقل باشه اما تا یه حدودایی او دولت یه ذره همپوشانی داره و دست بانک مرکزی باید مستقل باشه نه باید نظر دولت باشه اینا رئیس شما اگه وزیر اقتصاد تعیین نمیکنه باشه بانک مرکزی باید مستقل باشه ولی خب اصلا یکی نقدایی هم که داریم اینه که مستقل نیست دیگه این خودش بحث نظر من هم. نباید مستقل باشه اون میشه مدل فدرال رزرو آقا این بحث پیچیده است آره بحثش بحثی که شما بانک مرکزی که مستقل نباشه تو بحث خلق پول انشا شما نگاه کن هر دولت کسری بودجه داره دوباره خلق پول ایجاد میشه داستانای میگم نه خداییش میبینید کسی مسئولیت نداره یعنی یا کی مسئولیت اینو باید بپذیره جریان چیه آقا سر و سامون نیست دیگه آقا دیگه با این وضعیت بعد با این وضعیت امیددانا چسبیده که چرا مانتوش کوتاه یا بلنده نه من امیدانا واکنش است من واکنشم قدرت دست کسی دیگه است شما مثل اینکه آقا قدرت رو کسی که داره اشتباه میکنه ول میکنی میگی آقا تو چرا داری بهش گیر میدی ای. عزیز من مشکل من نیستم من فریادم من فریادم آقا د... نقطه درد جای دیگه است شما میگی نه به نقطه درد اشاره نکن و خوب نیست لج میکنه ای. نه 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 ببین شما میگی دوتا درد دارین یکیش مثلا مانتوی کوتاه یکیش هم ربوی بودن بانکاست من میگم به جای مانتوی کوتاه به به بودن بانک ها. من بحث من میگم آقا هر دوتا اینا رو ول کن به چسب به قانون خیر آقا هر دوتا اینا درست شدنش از مسیر قانون میگذره دیگه خب. وقتی قانون باید. از قانون، وقتی میری به قانون برمیخوری میبینی یه کسی که نمیذاره دست بهش بزنه چی خب تو باید تو محتوا اینقدر داد بزنی نق بزنی که مطالبه ایجاد شه و با اون هزینه براش درست شه و مجبور شه دست بزنه هزینه هم براش درست شد دست بزنه با کشتار چی چک شما الان بیا در مورد بابا حسن عباسی که تو شما دیگه از حسن عباسی که مذهبی تر نداری که انقلابی تر که نداری که اومده در خصوص بانکداری ربوی برو ببین چند تا برنامه و چند تا سخنرانی داره خود بچه های مذهبی هم در خصوص برخی از بانک، بانکداری ربوی و این خصولتی ها و رشد نقدینگی و اینقدر این اینجا حرف برای زدن هست میگن، میگه ایران گرایی برای اینکه اطلاع ایران باید اینا رو درست کنیم دیگه شما به سهم آقا من, من, این نتیجه رسیدم هر چی میخواد دست بزاره عزیز گذر قانون میگذاره دیگه از هر به هر چیزی بخواد دست بزنه چه قانونی باید تصویب کنی که ربوی بودن بانک رو درست کنه یه شما قانون اساسی ما از بند یک تا برو اعتراض آقا همه چیز زده نقیص داره بیا قانون اص... قانون اساسی تو درست کن شما باید سرنگون بکنی برای چی باید حکومت برای چی باید حکومت سرنگون بشه به راحتی قانون اساسی میتونه اصلاح بشه شما قانون اساسی انگلیس رو بخوای عوض کنی که عوض نه نه, با حرف ما عوض نکن شما حرف منو عوض کردی من میگم اصلاح بشه آقا حکومت الله بر مردم یعنی چی؟ دلیل نداره صدا قانون اساسی من باشه. حکومت آقا ال... از مردم گرفته شده به داده شده به الله، الله داده شده به ولی فقیه، این نمیشه که. ولی فقیه هم مسئولیت نداره آقا مظلوم است. اختیارات کی خورد؟ کی برد؟ عزیز من کی خورد؟ عزیز آقا هرچی هرچی بهش میگی میره رو میره به رهبری گیر میده بوسه بسه. هر کاری خود دقت بکن آقای آقای خامنه ای نقش کلیدی دارد الان یه کاری کرده همه رو سر یه گوشه چرخونده دیگه الان دو شخص با هم مقایسه کنیم شخص علی خامنه ای و با محمد رضا پهلوی به نظر شما اختیارات آقای خامنه ای بیشتر بوده تو دوره خودش محمد رضا پهلوی حالا اختیار خامنه ای بیشتر پهلوی خود اصلا اختیار نداشت به قول شما آقا نفرمایید دیگه آقا خودتو ای... میگی به خدا انقلابی ها میگه آقا پهلوی که اصلا اختیاری از خودش نداشت همش آقا بهش دستور میدادن انجام تمام سیاست کارجه همه چی صفر تا صد کوچکترین طبق اون خاطراتی که بیرون اومده آخریا کوچکترین نقدی هم ایشون تحمل نمیکرده میگم شما پهلوی اصلا اصلا پهلوی آدم بی اصلا پهلوی آدم دیکتاتور خب بعدش چی میشه مثلا الان پهلوی از مثلا بیشتر نه ببین کل <معنی> حرف محسن جان ببین کل حرف خب, می... خب ما تا سا... سال هم بحث بکنیم ما مدافع رهبری هستیم شما مخالفی که ما نه, 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 قطعا به اون شما مدافع خوف... شخصی نه ما مدافع کلیت نظام و رهبری هستیم کلیت نظام شما مخالفی نظام چیه بله آقا من نظام جمهوری اسلامی به نظر من بله ببین اصلاح طلبا در ایران واژه اصلاح طلبی رو مصادره کردن من به عنوان یک جوان انقلابی مدافع نظام و رهبری هستم ولی نقد هم دارم خب اما شما کلا میخوای بزنی زیر میز بازی میدونی تو این مملکت ببین میخوام مقاله برات بیارم خب که تو هر کشوری که انقلاب بشه اون کشور بین سی تا پنجاه سال عقب میفته تو تمام مت خب... نداریم انقلاب همین آیا حالا پس آیا. چرا آقا, آقا خایل... من شما قائل به براندازی نگه نیست کردین من نه مسئله براندازی نیست ما گفتم ما رو جا انداختیم خودمون مسئله براندازی نیست دیگه مسئله فرای این حرفاست آقا شما میگید آقا قانون اساسی میخوایم دست بزنیم همین آقا اومد گفتی که میخوای شما حکومت برانداز کنید. عزیز من قانون اساسی رو ما میخوایم درست بکنیم آیا نیاز است که از جمهوری اسلامی هم گذر بکنیم این دیگه بحث من نیست دیگه خدا. اینا من منتخب من انتخابش نمی کنم. خدا خیرت بده خیلی خوب حالا برای اینکه قانون اساسی قوانین رو تغییر بدی آیا باید یه آلترناتیوی تو بحث قانونی داشته باشی که قوانین رو عادلانه تر بکنه یا نه آلترناتیو چی یعنی یک یه نسخه جایگزینی باید داشته باشی که قوانین رو بهتر بکنه یا نه بله نسخه جایگزین به ساده میشه خب. تو بحث اقتصادی چیه بگو ما ببینیم عزیز من شما نگاه اولا که من اخ... گفتم اقتصادان نیستم شما هی میخوای فقط رو نقطه قوت خودت که حالا نمیدونم میدونی نمیدونی حالا بعدا من مشخص میشه من اصلا رشتم اقتصاد نیست آقا من اصلا, نه من نه من اصلا رشتم چیزی فقط هی چسبیدی به همون میگی آقا بیا قوانین اقتصادی درست کن موزل اینه محسن جان موزل نیست عزیزم موزل از موزلات اجتماعی اقتصادی بانکی مالیاتی آقا کدومش آقا شما یه ید... د... من حرف مف میزنم شما کجاست کجای مسائل ایران به سامان است ما بگیم آقا همونجا خوب است بفرمایید ولی مهمترینش اهم و مهم کنیم از اقتصاد اول باید حل کنیم تا بریم بعدیا اقتصاد زمانی حل می شود که زیر ساخت درستی داشته باشد زیر ساختش چیه <تصفح> <تصفح> بحثش هی داره دور میزنه شده شو مرغ و شطور آقا ولش کن تو امید دیدی شو دو چهار برنامه اقتصادی بره عزیزم آقا قبول نمیکنی شما نگاه کن هی ورود میکنی ولی تا نصفش تا همینجاش بیشتر بلد نیستی میگه آقا هول و محور خامنه ای نپر نقد پذیر نیست نمیشه نقدش کرد قانون اساسی هم دست نزن دادگستری هم خوبه قانون ززا و حکم و فلان بهمون هم خیلی عالیه آقا بعد دست بزنیم آقا من که گفتم قانون دست بزنیم شما قانون جایگزینی نداری شما آلترناتیوی نداری از این در نیاز نیست که با. داشته شما باشیم شما خواست خواستش خیلی من... زیاد هست زیاد هست نگوی نیست چجوری میشه ازم نباشد از قوانین مدنی ایران که میدونی همون زمان 1107 همون رزاشایی که شما حالا خیلی خوشتون میاد دوره اون تصویب شده و اینن تایید شده مال سال 1107 امروز کاربرد داره؟ خب من میگم یعنی این حکومت یه جورایی میراستار همون حکومت قبلیه خب اشتباه همیجاست دیگه بلی. اشتباه همی جاست دیگه ما چرا در باید... میتونیم عوض بکنیم چرا یه قانون اشتباه گذاشته شد دیگه نتونیم دستش بزنیم چرا باید مسئولیت قانون باید مسئولیت داشته باشد جان الان به نظرت شما به امید بگی میتونه مثلا چند تا برنامه در خصوص بانکداری ربوی و کاهش های اختلاف طبقاتی و ایندکس جینی اینا بره نمیدونم یه پیشنهادی بهش بده شاید مثلا خودشم هم علاقه من باشه من اون روزم رون استیج بهش گفتم اگه یاد باشه بودی شما خودت من اونجا بهش گفتم حالا ایشون نظرش اینه که آقا این مسائل هم از گذر اسلام میگذرد حالا من بیام بهش بگم نه نمیگذرد این نظرش ایجنه شما یه،, یه دو قطبی داره ایجاد میکنه تو جامعه نه دو قطبی, دو قطبی ایجاد نمیکنه دو قطبی, دو قطبی هست ایشون پرنگش خب دو قطبی هست خب دو نه دو قطبی هست ولی خب اینطوری نیستش که ایشون داره دامن ما یه قشر دین باور داریم دین باورام چیزه تیفیه یکی مثلا حد اعتقادات حداقلی داره که اعتقاد حد اکثری یکم وسط یه قشر بس دین باوره که اون اعتقاداتشون تیفیه یه هم که حالا اصلا باور ندارن یا خارج شدن از این دین به هر دلیلی اینا رو روی هم جلوی هم بخوای قرار بدی دو قطبی ایجاد بکنی تو جامعه به سمت خطرناکی میره مثلا اصلا وجود احکام اسلامی احکام دینی در قانون باعث ایجاد دو قطبی وجود احکام دینی در قانون باعث دو قطبی شدن جامعه میشه چه یه قشری هست که دین دارند یه قشری هست دین ندارند پس باید قانون همه گیر باشد همه شمول باشد و یک سویه نباشد مثلا وجود احکام دینی در قانون با دو شق کردن طای. کشور است دیگه میشون میکنه میاد مثلا به مقدسات ما توهین میکنه من با نقد دین مشکل ندارم من نقد بچا من بایزتون من بایزتون باید مرخص شم من خدافظی بکنم موسی جا خیلی مکالمه خوبی ببخشید شما هم شما هم آقا ما رو تحمل کردید استفاده کردید شما پاینده باشید ممنونم ارادت علی جون با اجازه محسن جان اه... شبتون بخیر ج... جسارت منو من ببخشید ولی خب در ارادت. در واقع ما اختلاف نظر که اصلا همینه نه خواهش من اختلاف نظر که اصلا همینه دیگه با بسیار استفاده کنم شما ببخشید اگر یه جایی بس شد من نسخه می کنم شبتون بخیر خدا حافظ علی جان خدا حافظ محسن جان خدا حافظ خدا برم خدا شما خدا نگهدار شما شب شما به شادی و نیکی باشه بله میگفتم حالا اینا بگم مرخص شم ایشون وقتی میاد به مقدسات ما توهین میکنه این دو قطبی ایجاد میشه تو جامعه بین گفتم دین باوران و ناباوران این کار کار درستی من برگردیم برگردیم به باقر... عقبتر یا نه از همون جایی که خود شما دلشون میخواد دلتون میخواد آغاز بکنیم عقبتر یعنی کجا از جایی که دین باوران شروع میکنن به تاریخ ایران و فرهنگ ایرانی توهین کردن برگردیم مثلا به زمان مثلا که آقای متهری شروع کرده مثلا خوبه یا نه برگردیم عقبتر زمانی که خلفای عموی و عباسی با اسم اسلام و فلان و بهمان یا نه اصلا به صفویان یا مثلا برگردیم به آغاز اسلام کجا برگردیم خوبه که بقید. اول دینداران توهین کردند و شروع کردن و آغاز کردن به توهین و تار... به تاریخ و فرهنگ و مردم ایران اما نقد گفتم مشکل ندارم ایشون نقد نمیکنه ایشون داره فحاشی میکنه نقد از صبح تا شب ایشون نقد بکنه ما استقبال هم میکنیم آقا خب فحاشی هم شنیدیم حتما دیگه فحاشی نمیکنید آقاش داخل همین تلویزیون جمهوری اسلامی زیر لوای جمهوری اسلامی با مجوز جمهوری اسلامی به ایرانیان نمیگن حرامزاده ایرانی میگن حرامزاده بله داره بیا همه آقا من برات لینکش میذارم شما اصلا بیا برو داخل یوتیوب من نگاه بکن آقای سید محمد حسینی داخل کانال ولی اصر در کانال ای ولی اصر در کانال تلویزیونی ولی اصر داره میگه آقا ایرانیان گذشته همشون حرامزاده بودن تا زمانی که اسلام اومد زرتشتی ها حرامزاده بودن با خواهر مرد خودشون زنا میکردن فلان میکردن بهمان میکردن هزار و یه پرت و پلا میگه در لوای جمهوری اسلامی زیر نظر آیت الله قزوینی در امروز روز خب شما این رو توهین نمیشمارید اگه این حرفو گفته باشه تو ولی تا جایی که من میدونم عزیزم بیا به همین الان لینکشو برات میذارم بیا لینکشو برات میذارم اصلا کانال خودمو برو نگاه بکن من 50 تا برنامه علیه ساختم همین آخرین برنامه. برنامهش همین آخرین برنامهش که رفته همین الان من لینکشو برات میذارم برو حالش رو آخرین برنامه‌ش دیدم حالا نیدم البته لینکش شد بس می‌شناسی بس می‌شناسی درسته برنامه تاریخ نعم. بدون روتوش رو خوب می‌شناسی آیا نمیگه خب ایشون نقد نه نه نه, نه. نه. کسی که نگاه نقد شما تار... شما مثلا می‌تونید یه زرتوش نقد بکنی نقد چیش بکنی مثلا اون آخر... سه،, ست... تا چهار تا سوال ایشون مطرح کرده من دو سال پاسخ دادم به ایشون تو برنامه شون تو برنامه آخریشون هم رفتم اگه شما بودید من اومده بودم که گفت رامیار من دیدم خب, خب. خب. من. آره. من دو ساله به حرفای ایشون پاسخ دادم ولی ایشون اه... اسکایپشو بسته تلگرامو بسته شماره میذاره پایین تنها شماره ای که وصله از خا... ایران خارجیان ایرانیان خارج از کشور بخوان باهاش تماس بگیرن امکانشو نداشته باشن من هم با یه برنامه دیگه رفتم روی خط ایران از اینجا زنگ زدم چون به مستقیم نمیتونستم زنگ بزنم هر کاری میکرد وصله میشود. نه اسکایپش همه جا هم بسته بعد میگه کسی به من زنگم نمیزنه خب نگاه کنید در جمهوری اسلام به صورت رسمی داره این کارو میکنه حالا امید دارم که کسی نیست رسمی من نیست دیدم توهینی ندیدم عزیز من شما به کسی میگی با خواهر و مادر خودش هم خوابگی میکنه به خاطر یه ترجمه یه اشتباه میای آقا میخوای سند و فکت بیاری اثبات بکنی این توهین نیست این نقد است این رو من باید ویدیو ببینم دقیقا چی نه مطمئن باش مطمئن باش حالا این آره حسینی حسینی که آخر قضیه است مثلا آقای متحری میاد میگه آقا پدران مادر شما خر بودن این لغده یا نه چیزی دیگه است مثلا جد... واژه جدیدی براش داری آقای زمان یست میگه همین همی صحبت ها رو همین صحبت رو آقای اسکیپتیک هم میکنه متاسفانه یعنی میاد فوش خار و مادر میده به مردم بعد خیلی ها از ماها میریم تو اتاقش خیلی هم که اتفاقا ما باش یه مقدار صحبت کردن خیلی. که قرار شد دیگه مثلا به مقدسات چیزی نگه جدیدا هم دیگه فهاشی به مقدسات من ندیدم بکنه خیلی کم اصلا تقریبا ولی ایشون ولی خیلی موقع خیلی میاد مثلا توینم میکنن چرا چرا مثلا شما دوست داری یه آدمی که این همه توهین میکنه مثلا برید اتاقش مثلا صحبتش رو گوش کنی این برای من خیلی سواله بفرمایید آقای علی من که اتاقش زیاد نمیرم ولی اونایی که دوست دارن دوست دارن دیگه, دیگه چیکار کنیم در هر صورت من این چیز رو امید دانم گفتن که ایشون به مقدسات ما توهین نکنه آقا خب اونم بگو توهین نکنن به مردم اینم نمیکنه و پنج سال پیش چرا توهین نمیکرد از اول که ویدیو ساخت که با توهین شروع کرد بعدش چرا من ملیان. گفتم پنج گفتم پنج سال پیش از پنج سال پیش شیست سال پیش چرا نکرد من مخواست یه سری اخشار رو طرفتاری حکومت رو جذب خودش بکنه جذب خودش بکنه که چه بکنه؟ در هر حال برای خودش هوادار درست کنه هوادار درست کنه که چه کار بکنه کمترین حالتش ویو یوتیوبه بگو معاصر بعد همونا میخن... رو بزنه کنار علیهشون حرف بزنه ویو یوتیوب میگیره دوباره گفتم دیگه گفتم بس کارفرما رو اینا رو نه نه نکنید دارید از تخیلات تو حرف نزن دیگه منطقی میخوای صحبت بکنی دیگه داره منطقی یه پله پله پل میری جلو هی hey میگی من جوابتو میدم دیگه منطقی بگو من که نمیدونم پشت پرده نمی... شما بس... از پشت پرده داری حرف میزنی نمیدونی پشت پرده پس چرا میگی کار فرما نمیدونی شما بخوای با فخاشی پیش بری من میگم نقد دینو که من قبول دارم مثلا دین از صبح مثلا ما با نقد اصلا مشکلی نداریم من اصلا با, با نقد دین مشکل دارم من اصلا خودم یکی از کسایی مخالفه مخالف دارم که بخواد اصلا نقد دین بکنه خب ولی شمایی که داریم میای به جای اینکه به این مسئله بپردازی داری میگی کارفرما و فلان و بهمان و بیسار خب ارزش کلام خودت رو میاری پایین من میخوام یه سوالی از ای این دوستمون بپرسم اصلا دین چیه از من میخواید بپرسید چیه؟ نه 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 از شما نه از این دوستمون و از 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 اجازه گرفت فلسفی نکن من میخوام این دوستمون یه سوال بپرسم اصلا دین چیه خدا چیه مثلا ما در مورد خدا مثلا صحبت کنیم مثلا نقد خدا اصلا خدا چیه اینکه وقتمون خدا گرفته این دین و این چیزا وقتمون گرفته فلج کرده مغزمونو این این در مورد دین خدا میتونیم برای ما علی علی جون صحبت کنی یه خورده میشه امید دانا برای خودش یه صفحه ای داره دمش هم گرم به قول معروف یه آدم هستش خیلی باهوشه خیلی آدمی هستش که تونسته یه سری آدم رو جذب خودش کنه دمش گرم مثلا اصلاً, اصلا با امید دانا کاری ندارم اصلا چون من اصلا کسی نیستم من یه آدم فرد خیلی معمولی هستم از شما یه سوالی میپرسم علی جون خدا چی هستن میشه برای من توضیح بدی خدا چیه بس فلسفی الان من با کا میبندم بفرمایید کاربردش رو چیه تو من بهت بگم هر تا هم بگیم کاربرد الان مثلا میدونی خدا چیه مثلا دین چیه مثلا کاربردش میدونی چه سودی داره مثلا دونستن این جناب تا بریم سر بحث فوسای این صحبت بکنیم آره نه اصلا کاربردی نداره اصلا هیچ کاربردی نداره من میخوام از دوستان سوال کنم برای اینکه برای من سوال پیش میاد که خیلی آلا با این شون... سال به چه نتیجه ای میخوای برسی اون نتیجه ای که تو ذهن تو اونو بگو نه نه من نمیخوام هیچ نتیجه ای برسم میخوام ب... نتیجه افکت تو رو بدونم اتفاقا اینکه دعوا میکنی در مورد خدا ببینید آقای امید دانا یه کاری داره میکنه خیلی هم قشنگ داره انجام میده به نظر من به نظر من من نمیدونم شاید من اشتباه فکر میکنم ولی ایشون داره یه سری مزخرفات رو میزنه خیلی هم کار خوبی میکنه چیزایی که چرت پرته به اسم خدا و پیغمبر رو چه میدونم این مزخرفات فلج کردن مملکت ما رو مردم ما رو فلج کردن من اینجوری فکر میکنم اصلا به امید دانا کاری ندارم خدا شایده اصلا من حرف خودم رو دارم میزنم اوکی از تو دارم علی سوال میکنم این خدای کیه این خدای چیه چرا فلجمون کرده قربونت بشم تو دنبال چی هستی الان چی میخوای بگی من گفتم آقا من حرفم اینشون گفتم آقا امید دانا بیاد نقد دین بکنه نقد های خیلی سریح و شفاف و تندم بکنه فقط فحاشی رو تو این نکنه حرفی که ما گفتیم همین خدا کیه چیه یه بس, بس. 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 آقا دیگه میتره آقای امید دانا اشتباه میکنه فهاشی میکنه شما می رو بگی دیگه دمت گفت منم بهت میگم آقای امید دانا بهم اصلا من نمیدونم من اصلا در حدی نیستم که بگم آقای, آقای امید دانا چهجوری داره برخورد